اتفاقا این جهان منظم نیست به نظر من، یعنی من مقدمه اول و سرش میتونم انگولت بیارم که این جهان منظم نیست. شما میگید این همه پیچیدگی بدون یک خالق هوشمند نمیشود. اوکی فهمیدیم، این ادعای شماست. حالا دلیلتون کجاست؟ سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. اگر روی یوتیوب دارید صدای ما رو گوش میکنید، لطفاً صدای ما رو گوش میکنید. دارید ما رو میبینید، لطفاً برنامه رو لایک بکنید. این باعث رشد کانالمون میشه. برنامه هم که تمام شد لطفاً یه کامنت بذارید، اینم به شدت باعث رشد کانالمون میشه. اکثر بیننده های ما البته روی یوتیوب هستن. روی کلاب هاوس اگه دارید گوش میکنید، لینک یوتیوب برنامه لایو یوتیوب رو الان بالا اتاق پین کردم. اگه دوست دارین روی یوتیوب هم میتونین ببینین، روی کلاب هاوس هم میتونین گوش بکنین. ممنون از همتون. مهمون امروز ما طاهری هستن. طاهری جان سلام، اگه میشه خودتون رو معرفی بکنید و بگین موضوع برنامه امروز در باره چیه. به نام خداوند سبحان و با صلوات بر پیامبر خاتم و خلفای بلحق ایشان، با عرض سلام و ادب خدمت شما. موضوع بس بناس انشالله یکی از بهترین ها و قدیمی ترین ها برهان ها برای اثبات خداوند سبحان، یعنی برهان نزد مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و انشالله امیدوارم که این گفتگوی مفید و البته انشالله مختصری باشد. در خدمت هستیم. عالی. تو حرفتون بیایم یا نیایم؟ یعنی دوست دارین که حرفتون بذاریم کاملا تموم بشه بعدن صحبت بکنیم، یا اینکه دوست دارین پینگ پونگی باشه؟ ترجیح میدین پینگ پونگی باشه یا اینکه نه؟ خیلی تفاوتی نمی‌کنه، به نظرم حرف کامل زده بشه چه بسا بهتر باشه. اوکی باشه، پس میذارم حرفاتون تموم بشه. مگه اینکه اگه دیدم داره خیلی داره میگذره و ما حرف نزدیم، اون موقع ممکنه بیام یه مقدار تو حرفتون، ولی تا اونجا که میشه سعی میکنم تو حرفتون نیام. خب بفرمایید، پس شروع کنیم. قبلش این نکته بود، بحث انگیزه تلاش برای حذف خدا، میخواد اونو بگیم یا؟ بله بفرمایید. نه یادم رفته بود، بفرمایید اول اونو بگید. ما که تلاش میکنیم برای اثبات خداوند سبحان، بر اینکه این جهان خالقی دارد، خب انگیزه های ما مشخص است. خدمت شما عرض کنم که مسئولیت دینی خدمتش برگردن ما هست، از باب ارشاد، از باب نهی از منکر امر به معروف. این مسئولیت برای ما مشخصه، اینکه انگیزه های ما برای تلاش برای اثبات خدا مشخصه. اما کسانی که برای حذف خدا از زندگی تلاش میکنن، اتاق میزنن، زحمت میکشن، وقت خودشون رو صرف میکنن، در حالی که وقت و جوانی گرانبهاترین سرمایه هر انسانی است، این انگیزه معقولی برای تلاش برای حذف خدا بنده نمیبینم. بله انگیزه هایی هست، مثل چه بس انگیزه مادی باشه، کسی پول میگیرد، یا انگیزه های سیاسی باشه، مثلا کسانی هستن که به خاطر اینکه خدمتشون اقدام سیاسی انجام بدهن، دیواری کوتاه‌تر از خدا پیدا نمی‌کنن، خدا رو می‌زنن تا بنده رو خدا رو زده باشه. یا انگیزه‌های مثلا شهرت طلبی، جست دانایی، روشنفکری، اینها چه بسا باشد که قطعاً در بعضی موارد هست. یک تعبیری دیدم از ایمانوئل کانت، چون با اینکه نقدهایی دارد به برهان نزد، ولی می نویسد که تلاش برای کاستن اعتبار برهان نزد نه تنها ما را آروم نمی کنه، بلکه کاملا کار بیهوده است. اگه بخوام سوالم آقای آرمان تعبیر دیگری بپرسم، این است که این جهان هستی از نگاه شما چه کمبودی دارد که شما می خواهید با حذف خدا اون کمبود رو جبران کنید؟ در این جهان هستی، در این زندگی بشر، چه مشکلی وجود دارد که شما می خواهید با حذف خدا اون مشکل رو توجیه کنید؟ در حالی که خدمت شما عرض کنم که به نظر من با خدا هر مشکلی رو میشود بهتر توجیه کرد، با خدا پاسخ هر سوالی موجه‌تر و آسان‌تر هم هست. لذا این مقدمی بود برای ورود به بحث که انگیزه چی میتواند باشد. اوکی، من هر جوابی که بدم دارم درباره خودم و کسایی که تو تیممون هست دارم صحبت میکنم. من نماینده آتئیستا نیستم. خب یعنی آتئیستا با هم بسیار فرق دارن و بر همین انگیزه هاشون هم با هم فرق میکنه. من حالا نظر خودم رو برای کارهایی که ما میکنیم و میتونم اینجا توضیح بدم. بعدم تلاش ما برای حذف خدا نیست، به خاطر اینکه ما فکر نمیکنیم که خدایی اصلا وجود داره که قرار باشه حذفش بکنیم. چیزی رو که ما تا جایی که میشه میخوایم حذف بکنیم، باوره به وجود خداست، نه خود خدا. خود خدا اصلا احتیاجی به حذف نداره، چیزی که نیست و که نمیشه حذف کرد. و وقتی هم میگیم حذف، یعنی تا اونجایی که ممکنه، نمیگیم که کاملا حذف میشه، یعنی هرچی بیشتر جاهای مختلفی بشه حذفش کرد، به نفع جامعه است و به نفع افراد به نظر ما.
و دلیلی هم که برای این ادعا داریم خیلی دلیل ساده ای هم هست. فکر کنم تا اونجا که من میدونم اکثر مسلمون ها و اکثر انسان ها بر این باور هستن که هرچی باورهای ما با حقیقت تطابق بیشتری داشته باشه به نفع ماست. یعنی ما اگه باورهامون نزدیکتر به حقیقت باشه، هم از لحاظ فردی هم تو زندگی شخصی بهتر میتونیم پیشرفت بکنیم و به اهدافمون برسیم. هم در سطح جامعه هست که اگه یه جامعه ای که باورهایی داشته باشه که به حقیقت نزدیکتره، باعث پیشرفت اون جامعه میشه، باعث افزایش بهزیستی میشه، باعث کاهش زجر و درد میشه. من فکر نکنم یه مسلمان هم با این ادعای من خیلی مشکلی داشته باشه. یه مسلمانی که باور داره که خدا وجود داره و قرآن کلام خداست و محمد پیغمبر خدا هست، بر این باور خواهد بود که چون اینها حقیقت دارند، اگه باور ما با این حقیقت تطابق داشته باشد، خب به نفع ماست. چون آخرت وجود دارد، باور به اون آخرت به نفع ماست. اگه آخرت وجود نداشت که این باور به نفع ما نبود. برای همین هم اکثر مسلمان ها و هم اکثر آدم های دیگه فکر کنم اینو قبول بکنن که چیزی که حقیقت داشته باشد، باور به اون حقیقت یا باورهای نزدیک به اون حقیقت بهترند. حالا چون ما بر این باور هستیم که باور به وجود خدا موجه نیست، برای همین نداشتن باور به وجود خدا رو برای جامعه مفید میبینیم. بله، این که میفرمایید مفید است خدمت شما عرض کنم که باید تبیین بشه. خدمت شما عرض کنم که باید شما بنا دادید مثلا ما در این جهان هستی در زندگی یک مدینه فاضله تشکیل بدهیم، یک به ایدئال به بهترین زندگی دست پیدا کنیم از جهت آرامش و آسایش. خب من صحبتم اینه که اونی که تأثیر داده در زندگی خود باور است، این که مطابق باشد با واقعیت بیرونی تأثیری ندارد. شاهدش اینه شما این مدینه فاضله، این آسایش و آرامش دنیوی، همانطور که بدون خدا میتوان به او رسید، با خدا هم میتوان به او رسید. یعنی شما هیچ موردی پیدا نمی کنید که بتوان گفت که با حسب خدا میتوان به اون نقطه خوب رسید، به اون آرامش و آسایش دنیوی رسید، اما با خدا نمیتوان. چنین چیزی حتی یک مورد مثال هم ندادد. لذا اونی که خدمت تأثیر گذارده است خود باورام هست، چنانچه بدعکس همانطور که با خدا میشود به اسم خدا جنایت کرد، بدون خدا هم میشود جنایت کرد. لذا این خدمتش این که فرمودید مفید است، صرفا ادعاست که بدون اعتقاد به خدا زندگی کردن مفید است. این صرفا ادعایی بود که بنده از شما میشنوم. یعنی شما وقتی که تبلیغ میکنین که مردم به خدا باور بکنن یا به محمد، به پیغمبری محمد باور داشته باشن یا به آخرت باور داشته باشن یا به قرآن باور داشته باشن، آیا این تبلیغ شما هیچ ربطی به این که شما فکر میکنین اینا حقیقت هست ندارند؟ یعنی آیا شما وقتی مردم رو تبلیغ به اسلام میکنید هیچ ربطی به این نداره که شما فکر میکنین که اسلام یه حقیقت هست؟ بله، یعنی ما هم عرض کردم ما مکلف هستیم به تکلیف نه به نتیجه. یعنی این تکلیفی است که بعد از اعتقاد به خدا و دین، این خود دین و خدا بر عهده ما گذاشته که تبلیغ کنیم. مکلف به تکلیفیم نه به نتیجه. اینکه چه عاملی موجب شده است که چنین مسئولیتی شما بر عهده بگیرید، این که قطعا تکلیفی نیست. این چه تکلیف است لطفا توضیح بدهید. نتیجه هم که گفتم به لحاظ نتیجه مساوی است، هم بدون خدا و هم خود با خدا، با همون نتایجی که شما اشاره کردید، کم بودن بهزیستی، پیشرفت جامعه، کاهش درد و زج، هم با خدا میشود هم بدون خدا، ولی که این نتیجه مساوی است. این لذا به لحاظ نتیجه تفاوتی نمی کند اعتقاد به خدا با حذف خدا. منتها به لحاظ تکلیف من سوالم این است که چه تکلیفی بر ذمه شما هست، بر عهده شما قرار گرفته؟ اینکه میگید هم با خدا میشه هم بی خدا، اینکه یک چیزی میشود با اینکه یک چیزی چقدر محتمل هست فرق میکنه. خیلی چیزا هست که میشود ولی یه چیزی احتمالش میره بالا. خب اینکه من قبول دارم باورهای ما روی رفتار ما تاثیر میذاره، ولی خب باورهای مختلف تاثیرهای مختلف میذاره. باورهایی که نزدیک به حقیقت هستن تاثیرهای مثبت بیشتر، تاثیرشون بیشتر مثبته، بیشتر رو به پیش رفته تا باورهایی که تطابقی بر واقعیت ندارن. حالا همین ببخشید آقای آنان، همین ادعای شما آیا دلیل و مدرکی دارد؟ به نظر من این یک تقریبا بدیهیه، ولی اگه بخوایم روی این تمرکز میکنیم، شما وقتی که باورهایی داشته باشید که تطابق بیشتری با حقیقت داشته باشه، آیا متوجه نیستین که چرا این راحت تره که شما به نتیجه های مطلوب برسید؟ وقتی شما دارین زندگی میکنید، اگه باورهایی داشته باشید که با حقیقت تطابق نداره، آیا متوجه نیستین که چرا سخت‌تر هست که به اهدافتون برسید؟ بله، این نکتهش در این است که نگاه کنید هر کسی هر اعتقادی دارد از نگاه خودش این اعتقادش مطابق واقع است. کسی نیست که یه اعتقادی
یک باوری داشته باشد و اون باور قلبی خودش را خلاف واقع بداند. درسته. هر کی واقعا اعتقاد داشته باشد، این هر کی اعتقاد خودش مطابق واقع میبیند و میپندارد. این که لذا نمیشود یک ضابطه مشخصی ارائه بدیم که ملاک این که کدوم اعتقاد مطابق واقع هست یا نیست. یک ضابطه مشترکی من و شما نخواهیم داشت. لذا خدمت شما عرض کنم که میگم آن چیزی که در روند و زندگی در پیشرفت جامعه در تشکیل مدینه فاضله خدمت شما عرض کنم که تأثیر دارد، خود اعتقاد افراد است. مطابق بودن ملاک نیست، چون هر کی خود را مطابق واقع میبیند. نه، این اشتباه. مثال میذارم برای شما. خب فرض کنین شخص یک باور A داره، شخص دو باور B داره. اینکه شما دارید میگی هر کسی فکر میکنه باورش درسته، خب این اصلا تکرار یک حرفه، اصلا تعریف باور اینه. معلومه که هر کسی فکر میکنه باورش درسته، اگه فکر نمیکرد درسته اصلا باورش نمیشد. وقتی میای میگیم هر کسی فکر میکنه که باور خودش درسته و باور بقیه غلطه، شما دارین تعریف باور رو میگید. مثلا اینکه بگیم هر کسی فکر میکنه که چیزی که فکر میکنه درسته درسته. حالا مثلا شخص یکو داریم که باور A رو داره، شخص دو رو فکر میکنیم که باور B رو داره. شخص یک ادعا میکنه که A درسته، شخص دو هم ادعا میکنه که B درسته. حالا حقیقت رو بیایم بگیم C، حقیقت رو بیایم بگیم C. شخص یک وقتی داره میگه باور A درسته و شخص دو هم میگه باور B درسته، یعنی شخص A داره ادعا میکنه که A با C تطابق بیشتری داره، شخص دو هم داره ادعا میکنه که B با C تطابق بیشتری داره. اینکه اینها دارن ادعا میکنن، دو تا ادعای دارن میکنن که با هم تناقض داره، جدا از این هست که در واقع، در واقعیت یکی از این دو تا باور به C نزدیکتره. حالا ممکنه در واقعیت A به حقیقت نزدیکتر باشه، ممکنه B به C نزدیکتر باشه. درسته که با هم اتفاق نظر ندارم، ولی یکی از اینها واقعا درست‌تره. جدا از نظر یک و دو، جدا از نظر اشخاص یک و دو، جدا از نظر همه ما، یکی از این دوتا با حقیقت تطابق بیشتری داره. حالا شما دارید هی میاد میگین خب هر کدوم از اینا میگن باور من با حقیقت تطابق بیشتری داره. نه، اون درست. اینکه درست، نه نه، اینکه درست. آیا من این مقدار که درسته است که حقیقت همیشه یکیست. اعتقاد الف هم اعتقاد به قطعاً خدمت یکی درست است. شکایم البته هر دو میشته میتونه نادرست باشه در بعضی موارد. من تا بعد میگم اون هر دو اعتقاد میتوانند طبق اعتقاد خودشون مدینه فاضله در این دنیا تشکیل بدهند. اون اهداف خوبه خدمتش فرض کنم که زندگی برسن، تأثیر اونی که کدوم مطابق واقع هست تأثیری نخواهد داشت اون مطابقت واقعی. یعنی شما واقعا فکر میکنین که اگه مثلا بگیم شخص دو باورش به حقیقت نزدیکتر باشه، این دو تا باور به یک اندازه با یک شانس با یک احتمال میتونن، حالا من مدینه فاضله نمیگم چون یه مقدار یوتوپیانه، میگم زندگی بهتر، لازم نیست مثلا کاملا ایدئال باشه، ما داریم نسبی صحبت میکنیم. آیا شما واقعا فکر میکنین که هر دو تای این باور، فرض کنین که باور B خیلی نزدیک به حقیقت بود و باور A اصلا چرت پرت، اصلا کاملا دور بود، کاملا مزخرف بود، شما دارین میگین که همون اندازه‌ای که شخص دو با باور بیش قابلیت ایجاد یک زندگی بهتر داره، با همون اندازه هم شخص یک با باور A همین شانسو داره به یک اندازه؟ بله بله، مسلما همین است. شاهد این تجربه که ما میبینیم دیگه. بذار یه جوری دیگه بپرسم، شما فکر میکنین حتی اگه خدا هم وجود داشته باشه، میگیم شما که میگین خدا وجود داره، بیاین با این پیش فرض که خدا وجود داره و قرآن بر حقه، خب و محمد پیغمبر خداست، شما دارید میگین که آتیست ها با بی خداییشون، با باورهای ماتریالیستی خب و هدونیستیکی، خب مثلا اینجور چیزا، شما میگید با این باورها دقیقا به همون اندازه شما شانس به سعادت رسیدن دارید که با باورهای اسلامی دارید؟ دقیقا شانسش یکیه؟ سعادت دنیا دیگه، فقط به لحاظ سعادت. بله. نه نه نه، من کلی دارم میگم، ما داریم در کل میگیم، در کل شما دارین وقتی که آخرت رو هم تو باوراتون به این دنیا دارین اضافه میکنین، یعنی باید مجموع نتیجه رفتارهای شما و باورهای شما رو در نظر بگیریم، در هر، در همه هستی، چه در این دنیا چه در اگه آخرتی باشه. نه، خیلی محل صحبت من متمرکز بود به سعادت دنیوی. با سعادت دنیا نیوی به با هر دو اعتقاد میشود رسید. حالا میخواید وارد بحث اصلی بشیم، حالا بعدا میخواید ادامه بدیم مطلب رو، چون بعضی دوستان گله دارن. اوکی، بعد گله دارن، بریم سراغ بحث اصلی. بفرمایید، شما شروع کنید. خدمت شما عرض کنم که در باب اثبات خداوند سبحان براهین متعددی اقامه شده، هر کس طبق حرفه و صنعت و خدمت شما عرض کنم دانشی که دارد برهانی و استدلالی بیان کرده. برهانهای عقلی داریم، برهان حدوث، برهان امکان و دیگر براهین. اما بهترین و قدیمیترین برهان که در روایات و آیات ما به وفود پیدا می شود، آیات قرآنی، برهان نظم است. برهان نظم هم بیانهای متعددی دارد.
اون بیانی که بنده بر اون متمرکز خواهم شد ان شاء الله برهان خدمت شما عرض کنم، برهان عقلایی نظم است که در بعضی تعابیر به اتقان سن تعبیر میشه. این که تعبیر میکنیم برهان عقلایی به این معنی است که در این برهان صرفا از ابزار عقل استفاده نشده، یعنی یک استدلال عقلی محض نیست، از ابزارهای متعدد دیگری هم مثل حواس، مشاهده و دیگر مواردی که انشاءالله در ادامه بررسی خواهیم کرد استفاده شده و این نقطه قوت این برهان هست. و خدمتشون که نتیجه این برهان خدمتش این خواهد بود که اصل اعتقاد به خداوند، به خالق هستی را موجه میکنه، این اصلش موجه میکنه بدون اینکه البته ضرورت رو ایجاب کنه، برخلاف براهین عقلی محض مثل برهان و حدوث علیت نتیجهش این است که وجود خداوند لازم است، واجب الوجود است. این برهان نظم نهایتا اثبات میکند که خدایی هست، اصل اعتقاد به خدا موجه است، ولو اینکه آیا ضرورت دارد یا نه برش مرز کنم که اونو اثبات نمیکند. و نتیجه دومش این است که یقین فلسفی هم به وجود خدا ایجاد نمیکنه، بلکه یک اعتقادی، یک استدلالی است که عقلایی و محکمه پسند است. انشاءالله در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد. بدیم. بله بفرمایید، خواهش میکنم. بریم گوش میکنم. بله این برهان خدمت شما عرض کنم، هر یک از مقدمات بیان میکنم، در هر مقدمه‌ای که تموم شد مکس میکنم، با هم گفتگو میکنیم. اگر شما موافق این مقدمه بودید وارد مقدمه بعدی میشید، اگر در این مقدمه نقدی داشتید همون متمرکز میشیم و گفتگو میکنیم. مقدمه اول این که این جهان هستی، ساختار این جهان هستی، مهندسی این جهان هستی یک ساختار بسیار پیچیده، دقیق و شگفت‌انگیز است به لحاظ علمی، به گونه‌ای که الگو این ساختار الگوی بیشتر اختراعات و مصنوعات بشری بوده و هست. مثلا ساختار چشم، ساختار سیستم بینایی که در خدمتش در چشم انسان و حیوان تعبیه شده، این بسیار بسیار ساختار دقیق و شگفت انگیزی است. خدمت شما عرض کنم که اگر بخوام یه مقدار اشاره کنم که یه حدیثی است از آقا امیرالمومنین میفرماید که انسان باید تعجب کند که چگونه با یک پیه که نه گوشت است و نه استخوان میبیند و با یک خدمت شما عرض کنم گوشت که زبان باشد سخن میگوید و به وسیله استخوان که گوش باشد میشنود. الان این ساختار چه کسانی که متخصص چشم پزشکی هستند چقدر دقیق، چقدر ظرافت در این چشمی که در انسانها و حیوانات وجود دارد به کار رفته. یه مقدار بنده اجازه میخوام که یک مقدار توضیح بدم ساختمان بسیار عجیب و دقیق این چشمو. گفته میشه از 7 طبقه که روی هم قرار گرفته تشکیل شده، 3 ماده سیال و شفاف داره، حتی دقیق ترین وسایل فیلمبرداری هم هرگز قدرت چشمو نداره. خدمت شما عرض کنم که در طول 70 یا 80 سال عمر میتونه به راحتی فیلم برداری کنه. فیلم‌هاش هم تمام فیلم‌های این چشم 3 بعدیه که الان بعد چند سال بشر تازه به این اپ میتواند چنین اختراعاتی نزدیکی ابداع کند. و عجایب دیگر که متخصصین فن بهتر میتونن خدمت شما عرض کنم که ساختارش عجیب و دقیق چشم رو توضیح بدن. مثال بعدی ساختار گوشه که سیستم شنیداری که در این ساختار به کار رفته بسیار فوق‌العاده است. بعد اگر وارد اعضای انسان بشیم، ذهن انسان، خلاقیت ذهن انسان بسیار ساختار عجیبی است. نه این مغزی که هست، همین ساختار خلاقیت که در ذهن انسان نهادینه شده. خدمت شما است که نکته ای هست که انسان بله. این که این پیچیدگی بله. دنیای زیست و اینا رو ما فکر کنم باهاش با هم اتفاق نظر داریم. فکر کنم تاری جان، فکر کنم اکثر ما هممون هم اکثر کسایی که اینجا هستن متوجه هستیم که دنیای زیست چقدر پیچیده است و جذابه و شگفت انگیز است. اینو فکر کنم مثالایی که داریم میزنین در کل همین به همین نتیجه بخواد برسه. یه سوال کوتاه از شما بکنم، شما به فرگشت باور دارید یا نه؟ به فرگشت باشد. درسته. من سلام عرض می‌کنم خدمتتون، لطف کردید تشریف آوردید. من فقط یه پیشنهادی داشتم، شما بدون مثال‌ها به نظرم مقدمات برهان و نتیجه‌شو بگید، بعد مثال‌ها رو بزنیم و دونه دونه بریم توی نقدش و اینا. به نظرم مثال‌ها رو الان نزنید، شما برهان رو بگید، چون دیگه ما پذیرفتیم اینا. شما برهان و مقدماتشو، 4 مقدمه‌شو بگید، نتیجه برهانتون هم بگید به نظرم، که یه بار برهان تقریر بشه کامل
که چون اول ویدیو هم هست دست همه بیاد که میخوایم راجع به چی صحبت کنیم، بعد برگردیم با شما فرصت دارید که برگردیم راجع به. حالا نوید چون یه مثال بیشتر نمونده بذار یه مثال آخرشون هم ایشون بزنن که دیگه این موقع این تموم بشه بعد بریم سراغ خود برهان، چون یه دونه دیگه بیشتر نمونده. بفرمایید شما. بله یه مثال آخر بزنم، بعد آخرین مثال مثال این تکسلول ها هست. گاهی اما به حسب ظاهر میبینی یک تکسلولی چقدر ریز و کوچک است، در حالی که الان گفته شده هر سلولی شامل اطلاعات کد بندی شده فشرده و دیجیتالی است که طبق یکی از دانشمندان بیشتر از اطلاعات موجود در یک سلول بیشتر از مجموعه 30 جلدی دائره المعارف بریتانیکاست. یعنی این مقدار پیچیده است. حالا اما مقدمه دوم، مقدمه وارد بحث امکان عقلی بشیم. به لحاظ امکان عقلی حالا منشأ پیدایش این نظام دقیق جهان هستی چیه؟ چگونه این ساختار شگفت انگیز، این خدمت شما عرض کنم که دقیق و با ظرافت شکل گرفته؟ به نظر بنده به لحاظ امکان عقلی از دو حالت خارج نیست، دو فرضیه بیشتر وجود نداره. یعنی فرضیه سومی نیست. یا فرضیه اولی که این خدمت شما عامل خارجی به دست یک موجود هوشمند دانا و توانا خلق شده، فرضیه خلقت هوشمندانه که این مدعای ماست، همون خالق هستی. فرضیه دوم این است که نه، به شکل تصادفی، به شکل تصادفی، حالا بازی با الفاظ نشود، به شکل تصادفی، یعنی بدون نظارت و خدمت شما، بدون نظارت عامل خارجی، بدون نظارت خالق و هوشمند، چنین ساختار دقیق و شگفت انگیزی ایجاد شده است. اگر موافق هستید وارد مقدمه بعدی بشیم. البته خب می‌خواستم ببینم دوگانگی کاذب اینجا هست یا نیست، که نه دوگانگی کاذب شما نکردید دیگه، دارید میگید یا یه عامل هوشمند پشت این بوده یا عامل هوشمند پشتش نبوده، برای همین منم قبول میکنم برای این دوگانگی شما کاذب نیست، درسته، یکی فقط یکی از این دو تا گزینه است. خب الان تا مقدمه اول و دوم با هم همراه بودیم، اما مقدمه سوم برسیم به خدمت شما عرض کنم که از این دو فرضیه کدوم تبدیل کنیم به نظریه، کدوم مدرک و شواهد و مدارک داره. خدمت شما عرض کنم حالا همون پاس پناه ببریم به عقل. عقلی که میگوید در ابتدای امر دو فرضیه وجود دارد و نه بیشتر و نه کمتر، از خود عقل باید بپرسیم که کدوم شما انتخاب میکنی؟ خب به لحاظ عقلی یا باید یکی دلیل متقن داشته باشد یا حداقل درصد احتمال یکی بیشتر باشد. یعنی یا ما باید ببینیم از این دو فرضیه دو حالت کدوم دلیلی دارد، دلیل متقنی دارد، به همون عمل کنیم، یا اگر هیچ کدوم دلیل متقنی نداشتن ببینیم کدوم درصد احتمالش بیشتر است. اگر درصد احتمال یکی هم بیشتر شد، این به لحاظ عقلایی خدمتش باید به همون عمل کنیم. این مقدار موافق هستید؟ بله. خب در این خدمت مقدمه سوم دو تا ادعا هست، یک ادعای سلبی و منفی و یک ادعای ایجابی و مثبت. ادعای سلبی کمی بر عهده شماست، ادعای دوم بر عهده بنده است. ادعای سلبی این است که اون فرضیه تصادفی بودن هیچ خدمت شما از شاهد و مدرکی ندادن. به این معنا، به معنای شاهد و مدرک اختصاصی، یعنی هر شاهد و مدرکی که شما بخواهید اقامه کنید بر این که این جهان هستی به شکل تصادفی به وجود آمده است، این خدمت شما است، این با فرضیه خلقت هوشمندانه هم سازگار است. یعنی شما یک شاهد و مدرکی پیدا نمی کنید که فقط اثبات کنه که این جهان هستی به شکل تصادفی به وجود آمده است. این ادعای سلبی است که خلافش اگر بخواید بر عهده شماست که خلافش رو اثبات کنید. اما ادعای ایجابی این است که خدمت شما عرض کنم این فرضیه خلقت هوشمندانه هست که درصد احتمالش بیشتر است. من فکر کنم یه جوری شما بار اثبات رو یه جوری عوض کردید اینجا. یعنی ما که ادعا که نمی کنیم، درسته؟ ببین من اینجوری دارم بهش نگاه میکنم که یه همچین عامل هوشمندی وجود داره و فقط باید روی این تمرکز بکنیم. شما الان مدعی شدی که یه عامل هوشمند وجود داره، باید بریم دنبال سند برای این ادعای مثبت که این عامل هوشمند وجود داره. تمرکز باید روی این باشه. خدمت شما گفتم این برهان نظم بیانهای متفاوتی داره. این بیانی که بنده استفاده میکنم یه برهان عقلایی نظم است. این لذا این دو تا ادعا هست، یک ادعا بر عهده شما، یک ادعا بر عهده من. همش اینه که نماید زحمت استدلال ما بر عهده بگیریم. ادعای منفی ما این است که دقت
یه لحظه ببخشید. ادعای منفی ما این است که شماها شما خدمه هیچ دلیل و مدرکی نمیتوانید اقامه کنید که این جهان هستی، این ساختار دقیق جهان هستی بدون نظارت خالق عامل خارجی بوده، به شکل تصادفی بوده. شما من ادعای منفی این است، هم که اگر سکوت کنی این ادعای منفی ما ثابت شده. نه لزوما، ادعای ما ادعایی نکردیم، ما ادعایی بر عهده ما نیست. ما الان اینجا نشستیم، خب داریم نشستیم بریم نه خودم... نه ما دو ادعا داریم. ادعا نه ادعا دو تا ادعای ماست، ما مدعی هستیم. من تا عرض کردم ابطالش بر عهده شماست. دقت بفرمایید، ما دو تا ادعا داریم آقای آرمین، یک ادعای منفی و یک ادعای مثبت. شما باید هر دو ادعای ما رو ابطال کنید. ادعای منفی ما این است که اون فرضیه تصادف هیچ شاهد مدرکی ندارد. اینا اول شما اگه قبول نداره باید ابطال کنید. این ادعای اول ماست. ادعای دوم ما این است که اون فرضیه یه لحظه ببین شاهد نه ببینید، ما چیزی رو نباید لازم نیست ما چیزی رو ابطال بکنیم. ما که ادعای نکردیم، شما دارید ادعا میکنین یه چیزی وجود داره. شما باید بار اثبات رو دوش شماست که نشون بده هم چیزی وجود داره. تایری جان، شما الان یه ادعا اینجا هست، ادعا هست که یک عامل هوشمند جهان رو به وجود آورده. این ادعا هست. کسی که مدعی ما دو ادعا داریم ما دو ادعا داریم. اوکی، ادعای دومی چیه؟ ادعای دومی چیه که ادعای دوم این است که ادعای گفتم ادعای منفی که این فرضیه تصادفی بودن بدون عامل خارجی این شاهد مدرکی ندارد. ما این ادعا رو نکردیم. ما الان شما میدونی که ادعاهایی که وجود داره، یک کسی میتونه باور به هیچ کدوم از این ادعاها نداشته باشه و باور نداشتن رو بیاد موجه بکنه برای اینکه کسی مثلا یه ادعایی رو اثبات نکرده یا اینکه موجه نکرده بهش. به این مثلا من ممکنه بیام به شما بگم که تایر جان فلان رستوران غذاش خوبه یا بده. حالا این رستوران یا غذاش خوبه یا بده، به غیر از این دوتا مثلا میتونیم بگیم نباشه، این دوگانگی رو بگیم کاذب نیست. من فرض کنم که هیچ وقت این رستوران رو نرفتم، من باوری به خوب بودن غذا این رستوران ندارم. حالا تو شما داری به من میگی که پس اگه میگی غذا این رستوران خوب نیست، آیا داری ادعا میکنی که غذا این رستوران بده؟ نه، من درسته که قبول دارم که فقط یکی از این دوتا گزینه میتونه درست باشه، ولی من نه ادعا کردم که غذاش بده نه ادعاش کردم که غذاش خوبه. شما اگه ادعا میکنی غذا این رستوران خوبه، بعد به من نشون بده که غذاش خوبه، ولی من هیچ کدوم از این ادعاها رو نکردم. من الان باوری به هیچ کدوم از این ادعاها ندارم. متوجه هستین تایری جان؟ بله، همین به نظرم شما با من همدل شدید. یعنی شما با ادعای اول ما ادعای منفی پس ابطالش نمی‌کنید، فوقش می‌فرمایید که شکاک هستید. خدمتش هنوز موضع موقفی مشخص نکردید شما. بله، ابطالش نمی‌کنیم به خاطر اینکه ادعاهای ابطال ناپذیر برای خدا وجود داره. پس خدمتش عرض کنم که ما پس اولا از این دو فرضیه، بر یک فرضیه ما هیچ شاهد مدرک ندادیم که بدون عامل خارجی باشد، اما فرضیه دوم که خلقت هوشمندانه هست و این جهان هستی خالقی دارد، این من ادعای ما این است که این درصد احتمالش بسیار است. عالی. این باشد. شاهد مدرک و همین که درصد احتمال فرضیه خلقت هوشمندانه بالا باشد، این خدمت شده دلیل موجهی می شود که ما خدمتشون اعتقاد و ایمان پیدا کنیم به خالق هستی. اوکی، عالی. خب بریم جلو برای اینکه این ادعای شما نشون بدیم که باور احتمالش زیاده و باور بهش موجه میشه. دلیلتون رو بگید. بله، اما اینکه درصد احتمال این فرضیه خلقت هوشمندانه چرا بالا هست یا بالا هست، به همون مقدمه اول برمیگردد. شما اگر خدمتشون عرض کنم که این باز ساختار شگفت انگیز این جهان هستی، این ظرافت ها، این دقت ها، این سیستم و دستگاهی که در این جهان هستی از ریز و درشت، از تک سلول گرفته تا این کهکشان ها، هر مقداری که مشاهده میشه، شما اگر اون رو بررسی کنی، این دل وجدان، این وجدان و انسانی درصد از بین این دو فرضیه، یعنی فرضیه خلقت هوشمندانه و فرضیه بدون خدا بودن، بدون خالق بودن، از بین این دو فرضیه فرضیه خلقت هوشمندانه درصدش میره بالا. یعنی انسان اگر هر چقدر در این ساختار جهان هستی دقت کند، مشاهده کند، از بین این دو فرضیه اونی که احتمالی که تساعد پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه این است که این
جهان این ساختار به دست یک خالقی بوده که آگاهی داشته به ظرایف علمی، هوشمند بوده، توانا بوده. هر چقدر آیه اجازه بدید، هر چقدر این خدمت شما که مشاهدات میدانی افزایش پیدا کنه، علوم تجربی و طبیعی مثلا پزشکی، انسان شناسی، ستاد شناسی، اینا هر چقدر پیشرفت پیدا کنه، انسان آگاه بشه، درصد از بین این دو فرضیه، از بین این دو راهی، اونی که درصد احتمالش افزایش پیدا میکنه خلقت هوشمندانه هست. این ادعای مثبت ماست. خب الان دلیلتون رو ارائه میکنید یا اینکه فقط پریدی روی نتیجه یه دفعه؟ الان نتیجه رو شما دارید، نتیجه که میخواستیم بهش برسیم و الان شما تکرار کردید، دلیلتون کجاست؟ دلیل از کردم همون تمرکز بر ساختار جهان هستی دیگه. شما اگر همین بررسی کنید این ساختار هستی، بعدها این شگفت‌انگیز، این چشمی که ما داریم، این گوشی که ما داریم، این ساختار شگفت‌انگیزی که هست، از بین دو احتمال کدومش تساوات پیدا میکنه؟ این به حسب به اصطلاح گاهی میگن حساب احتمالات. اونی که درصد احتمالش افزایش پیدا میکنه این است که این جهان هستی با نظارت یک خالق هوشمندی به وجود اومده. نمیشود خدمت شما عرض کنم که بدون نظارت، بدون عامل خارجی، این چنین ساختار شگفت انگیزی ایجاد بشود. اینقدر دقت و ظرایف به کار برده شود. تاهری جان شما دارید ادعا رو هی تکرار میکنید، شما میگید نمیشود، ما فهمیدیم این ادعای شماست، شما دلیلی الان ارائه نکردید. شما یه متوجه هستین که همینجوری دارید نتیجه رو شما میدونید برای دلیل آوردن معنیش تکرار نتیجه نیست؟ شما میگید نمیشود، خب باید نشون بده که نمیشود. شما میگید این همه پیچیدگی بدون یک خالق هوشمند نمیشود. اوکی فهمیدیم این ادعای شماست، حالا دلیلتون کجاست؟ نتقد بفهم، من نگفتم عقلا نمیشود. ما اون تو مقدمه دوم اثبات کردیم عقلا ممکن است خالقی نباشد، امکان عقلی دارد. بحث در درصد احتمال است از این دو فرضیه که خدا باشه، خالق باشد یا نه. باور کنید هر دو ممکن است. باور کنید هر دو بله اونا رو الان برگشتیم به عقب. اوکی شما میگید که نمیشود این همه پیچیدگی، این همه ظرافت، این همه نظم بدون خالق هوشمند نمیشود. اوکی فهمیدیم این ادعای شماست، حالا سوال اینه چرا نمیشود؟ از کجا میگید نمیشود؟ نه این چرا تعبیر نمیشود تعبیر اشتباهی است. نمیشود یعنی درصد احتمالش ضعیف است. نه وقتی شما بررسی میکنید چرا درصد احتمالش ضعیف است؟ چرا درصد احتمالش پایینه؟ از کجا میگید درصد احتمالش پایینه؟ به عنوان شاهد بیاریم شما خدمت شما مثال های همین مخلوقات بشری، صنایعی که انسان خود ماها ایجاد میکنیم. وقتی الان مثلا همه ربات، یک رباتی که خدمتش ساخته میشود، دقت هایی که در رو به کار میرود، خب ما اینو میگیم خدمت شما عرض کنم که این قطعا کسی که سازنده هوشمندی داشته که خدمتش به چنین ساختار دقیقی ایجاد کرده است. وقتی شما نسبت به مخلوقات خود انسان‌ها چنین دیدگاهی دارید، چنین که قطعاً سازنده دقیقی خواهد داشت، چگونه نسبت به این جهان هستی که خدمت شما ساختارش فوق‌العاده است، مثلا ساختار هست بیشتر از این دقت‌های جهان هستی، بیش از دقت در مصنوعات بشری است، نسبت به اون چگونه مثلا انسان بگه احتمالش مساوی است؟ همانچون با شک دارم که خدایی هست یا نیست، قطعاً احتمال درصد احتمال وجود خدا بیشتر میشود. تاهر جان این سوال هزاران بار میلیون ها بار جواب داده شده، من نمیدونم چرا اینو فکر میکنین آیا ادعای جالبی هست. شما این یک قیاس مالفارقه، ما یک ربات یا یک ساعت، یک ماشین رو نزد مره، ولی یه ویژگی های دیگه ای هم داره که میدونیم خالق داشته. ما اصلا دیدیم که اینا خالق داشته، ما ساعت رو دیدیم که انسان میسازه، ماشین رو، ربات رو دیدیم که انسان میسازه. شما فقط یه دو تا چیز اگه فقط به خاطر اینکه یه ویژگی مشترک دارن به این معنی نیست که بقیه چی ویژگی‌هاشون مشترکه. شما میگید ساعت یا ربات یا کامپیوتر یا ماشین پیچیده است، بعد نتیجه دارید میگیرید که اینو تعمیم به کل میدونید که هر چیز پیچیده‌ای پس، و چون میدونیم اینها خالق داره پس هر چیز پیچیده‌ای حتما خالق داره. این خیلی مغلطه واضحه، هم قیاس مالفارق هم تعمیم به کل دادنه. خیلی خیلی مغلطه واضحیه اینجا شما دارید میکنید. ما یه قیاسی داریم، قیاس اولویت.
قیاس اولویت میگه خدمتش باز کنم که وقتی یک فرد ضعیفی فلان حکم داشته باشد به طریق اولا فرد قوی اون حکم رو خواهد داشت. وقتی شما نسبت به خدمتش باز کنم مصنوعات بشری نسبت به این خلقت های انسان ها ربات باشد چه فیلم عکس برداری دستگاه های فیلم برداری شما خدمتش باز کنم که اینو خدمتش باز کنم که به اول و به حسب تجربه هر دلیلی اینو وابسته به یک سازنده ای میدانی که هوشمند بوده چطور به طریق اولا باید همین احتمال نسبت به جهان هستی هم بدهید؟ این قیاس هست ولی قیاس اولویت هست. نه ما دیدیم که اینو ما دیدیم ما نحوه ساخت ماشین ربات ساعت و اینا رو دیدیم. شما نمیتونید اینو تعمیم کل بدید به هر چیزی که پیچیده هست. بله این دیدن شما ابزار تجربه میشد. بله دیگه ما بعدها خدا رو به وسیله این ابزارهایی که دست ما هست میخوایم اثبات کنیم. ابزار عقل، ابزار تجربه، ابزار بینایی، اینا ابزار ماست. بدون ابزار که نمیشود علمی به چیزی پیدا کرد. آقای آرمین اینا ابزار است که وقتی این چنین چیزی رو ما میبینیم به طریق اولا بگیم خب جهان هستی هم حداقل احتمال اینکه خالق هوشمندی داشته باشه بسیار بسیار بالا خواهد بود. نه شما اگه اینجوری بود چرا انسان وقت فرق بین مصنوعی و طبیعی رو مثلا متوجه نمیشد اگه اینا با هم فرقی نداشتن؟ ما وقتی که بریم نگاه بکنیم یه ماشین رو ببینیم با یه درخت و فرقش متوجه هستیم که یکیشو ساخته یه خالق بوده یکیشو حالا شما میگید هست یکیش ما میگیم که نه نیست یعنی که حداقل برای بعضیا مشخص نیست. اگه واقعا واضح بود که همه اینها خالق داشتن اصلا شما نمیتونستید مصنوعی رو از غیر مصنوعی تشخیص بدین. شما آیا میدونین دارین تعمیم به کل میدین؟ یعنی یک سری چیزهایی رو مثل اینه که مثلا من یه ظرفی داشته باشم که داغ باشه بعد یخ بندازم توش ببینم آب میشه بعد برف رو بندازم توش ببینم آب میشه بعد بستنی رو بندازم توش ببینم آب میشه ببینم خب هر چی رو بندازم توی من هر چی رو بندازم توی این حتما آب میشه. شما دارین تعمیم به کل میدین. مثل این میمونه که من میگم که ببینید همه انسان ها مادر دارن خب برای همین همه جامعه هم از انسان ها تشکیل شده برای همین جامعه هم حتما یه مادر داره. یعنی چون یه سری چیزهایی رو که ویژگی های مشترک دارن دارید همه ویژگی هاشو دارین به هم نسبت میدید میگید چون این ویژگی هاش مشترکه بقیه ویژگی هاش هم باید مشترک باشه، در صورتی که نه. شما از کجا میگید یک سیستم اگه پیچیده باشه حتما باید یه خالق هوشمند داشته باشه؟ این دوگانگی کاذبه. شما همه احتمالات دیگه رو باطل نکردی. شما موقعی میتونی این ادعا رو بکنی که بیا نشون بدی که چیز دیگه غیر از این موجه نیست. این که شما میفهمید تعمیم کل چه اشکالی دارد؟ تعمیم کل بله اگر استقرار باشد خدمت ناقص باشد مشکل است، اما عرض کردم خدمتش ما بعدها دو تا نکته است. آیا هم یک بعد که هر شناختی نیاز به ابزاری دارد، شناخت خدا هم نیاز به ابزاری دارد. ما باید به ابزارهای موجود بتوانیم ببینیم خدای خالقی هست یا نیست. ابزار میتونه ابزار عقل باشد، ابزار تجربی باشد. هم که شما میفهمید تجربه دیدیم که هر خدمتش باز کنم که بعضی ساخته های شگفت انگیز بعضی مثل ربات ساعت اینا سازندهی داشته است. خب همین ابزار تجربه شما میتواند ابزار شناخت خدا باشد. شما چرا اینو از عنوان ابزار از نمیخواید از او استفاده کنید؟ علوم تجربه چیز؟ علوم تجربه به اساس تجربه به دست اومده. علم تجربه باز خودش یک نوع علمی است در هم از علوم فلسفی و علوم عقلی، علم کمی نیست. بعد ما با همین ابزارهای تجربی میخوایم خداوند رو اثبات کنیم. برهان نظم یکی از نکات خوبش اینه که فقط تکیه بر ابزار عقل نمی کند، میخواد با ابزار تجربه، با تجربیاتی که ما دیدیم در طول زندگی با همین هم میخواد خدا رو بشناسد. این یک نکته. یک بس ابزار تجربی رو از کار ننازید خواهشن. نکته دوم تعمیم به کل در صورت قیاس اولویت باشد قابل پذیرش هست. یک مثال بزنم خدمت شما عرض کنم که مثلا گفته می شود که بی احترامی به پدر مادر بد است. این گفته می شود. حالا یکی سوال بپرسد کتک زدن پدر مادر چه حکمی دارد؟ خب این به طریق اولا بد است. وقتی یک فرد ضعیفی یک حکمی داشته باشد به طریق اولا فرد پیش قوی اون حکم رو دارا خواهد بود. وقتی این ساخته های بشری که ظرافتش کمتر از ساختار جهان هستی است، وقتی به تجربه دیدیم که سازنده ای دارد به طریق اولا باید همین حکم رو تعمیم بدهیم به جهان هستی، حداقل درصد احتمالش مضاعف خواهد شد. بله تعمیم به کل موقعی موجه میشه تجربی علمی داده ها رو به شکل علمی جمع بکنین
و بیاین به طور علمی آنالیز بکنین، همون روش استقرای علمی میشه. خب میشه اندکشن، به انگلیسی میشه اندکشن، دیداکتیو ریزنینگ و اندکشن ریزنینگ. اندکشن میشه یه روشی که علم استفاده میکنه، یعنی میاد مشاهداتش رو انقدر میبره بالا، بر اساس تعداد مشاهداتی که داره میاد از احتمالی بررسی میکنه و یه قانون به کلی رو احتمالش رو زیاد در نظر میگیره تا حدی که باور بهش موجه میشه. ولی این کاری که شما دارید میکنید اون نیست. حالا شما دارید میاد میگین از ابزار تجربی چرا ما داریم میزنیمش کنار، ما نمیزنیمش کنار، ما داریم میگیم شما درست استفاده نمیکنی. ببین شما وقتی که توی علمم، وقتی که میخوای بیای از ابزار تجربی استفاده بکنی که بیای به یه قانون کلی برسی، اگه نمونه یا آمارید یه سوگیری داشته باشه، این تعمیم به کلت غیر منطقی میشه، چون که سوگیری داشته. شما هم الان نمونه آماری که جمع کردید که یه تعمیم به کل بدید، نمونه آماری شما یه سوگیری خیلی واضح داره. سوگیریش اینه که شما همه سیستم های پیچیده ای رو که ما دیدیم و میدونیم که یه خالق داره رو کردین توی دسته، خب، و بعد میاد این رو با سوگیری که توی جمع‌آوری نمونه آماریتون دارین تعمیم به کل میدید. مثل اینکه من برم از عمد تمام خرسای قهوه‌ای رو جمع بکنم و بیام بگم آقا نگاه کن من الان 2000 تا خرس قهوه‌ای دارم و به نتیجه برسم که همه خرسا قهوه‌ایه، در صورتی که تو جمع‌آوری نمونه‌ام اصلا رفتم دنبال خرسا قهوه‌ای. بعد میام میگم که آقا جون نگاه کن همه خرسایی که من جمع کردم همشون قهوه‌ای‌ان، خب پس ما باید نتیجه بگیریم که همه خرسا قهوه‌ای‌ان. میگم آقا جون تو جمع‌آوری نمونه سوگیری داشتی، شما هم تو جمع‌آوری نمونه تون سیستم‌های پیچیده‌ای رو رفتی جمع کردی که اصلا ما میدونیم، خب دیدیم، ما اصلا خودمون خلقش کردیم. خب معلومه که اگه بخوای از این نمونه آماری تعمیم به کد بگیری غیر منطقی خواهد بود. اگه شما میخوای سیستم ما حتی و برای این باور، این باور شما غیر موجهه که نه تنها ما سیستم های خود جوش پیچیده منظم بدون دخالت هوش رو دیدیم، مثل فرگشت، مثل اقتصاد، بلکه حتی ساختیم. یعنی ما یه سیستم هایی رو تجربه کردیم که یعنی اومدیم یه قوانین اولیه بهش دادیم و بعد دست نزدیم بهش، پیچیده هم نبوده، یعنی یه سری قوانین خیلی ابتدایی ساده، و از این سادگی یه سیستم پیچیده تشکیل شده. یعنی ما اصلا با چشممون دیدیم قابلیت خودجوش بودن تشکیل نظم و پیچیدگی. حالا من برای اینکه اینسایی که نمیدونم دارم در برشی صحبت میکردم، رفتم ویکیپیدیاشو پیدا کردم، به این میگن بازی زندگی کانوی. اگه خواستیم بریم مطالعه بکنیم که یه ریاضیدانی هست، بازی زندگی کانوی یا بازی زندگی یا به طور مختصر زندگی، یک اتومات های سلولی است که توسط ریاضیدان انگلیسی جان هورتون کانوی در سال 1970 میلادی به وجود آمد. بازی زندگی مشهورترین نمونه یک سیستم اتوماتی سلولی است. زندگی یک بازی بدون بازیکن است، بدین معنا که تکامل آن تنها وابسته به وضعیت و شرایط آغازین آن بوده و نیازی به عامل ورودی انسانی در مراحل بعد ندارد. نحوه تراکنش انسانی با بازی بدین صورت است که فرد در شروع بازی حالت ابتدایی چیدمان را به وجود می آورد و سپس چگونگی رشد و تکامل سیستم را بدون دخالت خود مشاهده می کند. خیلی قوانین ابتدایی اولیه داره و بعدن بدون دخالت یه سیستمای بسیار زیبای پیچیده عجیب بدون دخالت از این در میاد که من اگه بتونم ویدیوهاش رو مثلا اینو رو صفحه اگه نشونتون بدم بدون صدا، چون فکر کنم آهنگ داره، روی یوتیوب اگه بیاین ببینید چه سیستمای پیچیده خیلی عجیب غریبی از این در میاد بدون دخالت البته هیچ انسانی. حالا من این رو صفحه میذارم که بچه ببینن، ولی شما بگید تو اینکه بچه این سیستم پیچیده رو روی یوتیوب بچه ما داریم اینو میذارم، اگه خواستین روی یوتیوب بالا اتاق پین شده این تصاویر. بفرمایید تایری جان. بله دقت بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که همین که شما عرض کردید، همین الان میخواد کلیپشو بذارید، به هر حال ساخت اولیه‌اش نیاز به دخالت هوش و دقت داشته. ما هم نسبت به خالق هستی خدمت نمیگیم که ایشون خالق هستی مستقیما در خلقت تمام مخلوقات دخالت داده، نه، خالق هستی هم میتواند صرفا قواعد اولیه در ابتدای خلقت دخالت داشته باشد، بقیهش رو واگذار کنه به قانون علیت. قانون علیت که منافات با خلقت هوشمندانه نداده، تو همه چیز که مستقیما لازم نیست دخالت کنه. همین مثالی که شما میزنید به هر حال بس در مبدأ اولش به هر حال یه دخالتی بوده. بله بدون دخالت هوشمند این ساختار شگفت‌انگیز ایجاد نشده. خب پس چون نگاه کنید که اگر شما دارید میاد میگی که چون ببینید این سیستمایی که من دارم الان رو صفحه نشون میدم، خب
کسایی که اون قوانین اولی رو طراحی کردن هدفشون رسیدن به این پیچیدگی نبوده. خب مثلا تنها قوانینی که بوده اینه که مثلا شما اگه یه مربع روی صفحه هستی، اگه دور و برت مثلا سه تا مربع بود حذف میشی، اگه مثلا 5 تا مربع 6 تا مربع بود حذف نمیشی. خب و به همین راحتی باعث شد که یه سیستم پیچیده مثلا به وجود بیاد از یه همچین قوانین به شدت ابتدایی. خب و هدف هم تشکیل سیستم پیچیده نبود. یعنی شما هر جالبش اینه که هر قوانین ابتدایی دیگه ای رو بدون راندوم رم برای این بازی تعیین میکردی، دوباره سیستم پیچیده ازش در میومد. یعنی اون سیستم هوشمند اولیه میتونست به جای اینکه هوشمندانه قوانین رو تعیین بکنه، بتونه راندوم قانون بده به این بازیه و باز هم این سیستم پیچیده ازش در میاد. ولی حالا اگه برگردیم به حرف شما و اگه بیان بگین که خب باز هم اون خالق هوشمند فقط اومده قوانین ابتدایی اولیه رو گذاشته و بعدن این هوشمند شده و بعدن این پیچیده شده، اگه قوانین اولیه ابتداییه که احتیاج به هوشمندی نداشت که، اگه از یه قوانین اولیه ابتدایی ما پیچیدگی و نظم به دست میاریم، خب پس هوشمندی اون خالق ابتدایی بیهوده بود، چون هر نوع قوانین ابتدایی اولیه چه بدون هوش هم به طور راندوم هم اتفاق باشه، در نهایت به اندازه کافی اگه بهش وقت بدی به یک نوع پیچیدگی خواهد رسید. پس الان ویژگی هوشمندی برای این خالق اولیه بیهوده بود، چون احتیاجی برای قوانین ابتدایی اولیه نداریم برای هوشمندی، خیلی ابتدایی خواهد بود. میدونی منظورم چیه؟ بله، خدمتشو عرض کنم که دقت کنید باز دوباره مسیر بحث مشخص بشه. ما میخوام از تجربه ابزار ما در برهان از ابزار تجربی است، میخوام بر اساس مشاهدات میدانی خودمون، بر اساس تجربیات خودمون خدمتشو ببینیم آیا میتوانیم اعتقاد به خدا رو موجه بکنیم یا نه. خالق هستیم. بنده ادعا این است که ما وقت میگیم برای ساخت یک در میان خودمون انسانها، حتی خودمون، برای اینکه یک سیستم پیچیده و دقیقی رو بسازیم نیاز به دخالت هوش هست، ولو خدمت دخالت اولیه، دخالت ابتدایی بس، نیاز به یک دخالت هوشی هست. ما تاکنون ندیدیم یک سیستم پیچیده ای. چرا دیدیم؟ یک مثال بزنید. جان هستی. این که محل بحث آقای آدم دیگه، مصادبه مطلوب نکنید، ما که این محل بحثه. منظومه شمسی حیات، یعنی شما یقین دارید الان واقعا یقین دارید که خدمت شما دخالت هوشمندی نیست؟ یقین دارید؟ نه ولی باور به شما وجه میدونم که نیست، چون نحوه تشکیل. نه خب الان محل بحثه. خب حالا شما باید درصد منظومه شمسی رو من دارم میگم. منظومه شمسی و حیات، خب این سیستم ها بسیار پیچیده هستن و ما نحوه تشکیلشون رو، تاریخچه‌شون رو میدونیم. واقعا یقین دارید هیچ هوشی در شما از من اعتراف به ساکن هیچ؟ من خیلی جالبه، شما خودتون ادعای یقین الان توی این برهان برای خدا، الان برای این خالق هوشمند الان اینجا نمی کنید بر اساس این استدلالتون. بعد از من یقین میخواید؟ من به هیچ چیزی یقین ندارم، من به وجود خودم هم حتی یقین ندارم. من دارم میگم باور در برای یقین صحبت میکنید یا موجه بودن باور؟ من باور نه، شما ادعا فرمودید، شما ادعا کردی که ما یافتیم و دیدیم که بعضی از سیستم های پیچیده در او هوشی دخالت نداشته. این ادعا فرمودی شما؟ بله. پس چرا از یقین شما فرق یقین و شما فکر میکنید من برای اینکه یه ادعا بکنم که باور، وقتی من دارم یه ادعا میکنم یعنی دارم میگم باور به یه چیز موجهه. شما فرق باور موجه بودن یک باور رو با یقین داشتن رو نمیدونید. شما فکر کنم بر اساس حرفایی که اول برنامه داشتیم میزدیم، من فکر کنم شما فرق بین دو تا رو متوجه هستید. شما چرا وقتی من دارم میگم باور ما بر این هست از من سوال میکنی یقین داری؟ آیا فرق بین این دو تا رو شما متوجه نیستید؟ نه چرا حالا از شما سوال میپرسم، این که شما موجه میدونید یک شاهد و مدرک چیه؟ چطور از بین این دو فرضی اونو موجه دانستی، اونو ترجیح دادی؟ ما مدارک داریم که تاریخچه منظومه شمسی چیه که چجوری به وجود اومده و برای فرگشتن به شدت مدرک داریم. ما میدونیم که نظمی که توی حیات هست، ما یه تئوریای بسیار قوی داریم با اسناد و مدارک به شدت زیادی که این پیچیدگی به چه شکل اتفاق افتاده. حیات و منظومه شمسی و یک سیستم های بسیار پیچیده‌ای هستن که باور به این که
این سیستم ها خودجوش به وجود اومدن بسیار موجه است بر اساس اسناد و مدارکی که داریم. پس اونطور که من متوجه شدم همون نظریه فرگشت شما دلیل مدعای خود قرار دادید؟ بله بله، فرگشت و اینکه کسایی که مطالعه میکنن فیزیکدانا و نمیدونم فارسی این چی میشه، کسایی که منظومه شمسی و فضا رو مطالعه میکنن، فارسیش نمیدونم چی میشه بچه، ولی این اشخاص اونا هم اصلا ما دقیق تاریخچه منظومه شمسی کیهان شناسان با مدارک بسیار یعنی در سطح بالایی مدارکی که تو دنیای علم پذیرفته شده است، نزدیک به یقین تاریخچه منظومه شمسی رو میدونن. اینکه الان کره زمین یا کره مریخ یا وینس یا مشتری چرا با این سرعت دارن دور خورشید میچرخن، چی شده که اینجوری هستن، چرا حجمشون اینجوریه، قبلا چی بودن، سنگای دیگه‌ای که داشتن دور خورشید میچرخیدن و سرعتشون بیشتر از اون بوده که بتونن تو منظومه شمسی بمونن یا کمتر بوده یا حجمشون زیاد بوده یا حجمشون کم بوده. ببین شما از یه سیستم نامنظم بعد از یه مدتی اگه بهش وقت بدی نظمی به وجود میاد، به خاطر تعریف نظم. نظم یکی از ویژگی های نظم اینه که بقای بیشتری داره. شما هر سیستمی که هر چقدر نامنظم باشه بر اساس دید انسان محوری ما نامنظم باشه، در نهایت اگه بهش وقت بدی به خاطر ویژگی نظم اون قسمت هایش که نظم بیشتری داره پایداری بیشتری خواهد داشت و در نهایت شما به طور خودجوش نظم رو در جهان هستی مشاهده خواهید کرد. خاصه اینکه اصلا ویژگی نظم این هست که پایداری بیشتری داره. شما نمیدونم در مورد نظریه فرگشت مشخص کنم که در میان کتاب‌های ما مطالعه داشتید یا نه، نظریه فرگشت هیچ منافاتی با خدمت شما کنم که خلقت هوشمندانه نداره. حتی من دیدم مقالات تدوین شده خدمتش اساسا نظریه فرگشت استناد دادن به قرآن کریم که آیاتی داریم در قرآن که میتوان فرگشت اثبات کرد. حتی مقاله‌ای هست دیدم بنده فرگشت این نظریه اصلا ربطی نداره. داشتم میگم فرگشت شما پس به فرگشت باور دارید؟ اگه به فرگشت باور دارید خب پس الان ما داریم مشاهده میکنیم سیستم های خودجوشی که بدون یک عامل هوشمند میتونه به وجود بیاد. شما یه سیستم نامنظم و غیر پیچیده داری و بدون دخالت میتونی از این یه سیستم پیچیده و منظم در بیاری. فرگشت این رو قشنگ نشون میده به ما برای مثالی که شما دنبالش بودی. بنده که همراه بشم با شما خدمت شما، ما فرگشت رو بنا میذاریم که قبول دادیم به کامل. خب اوکی. ما فرگشت رو قبول دادیم، اما شما خدمت شما از کنیم باید اثبات کنید آیا فرگشت منافات دارد با خلقت هوشمندانه. اینو نفی میکند از خدا خالق هستی را؟ نه، من فقط باید نشون بدم قابلیت الان برای حرفی که ما داریم میزنیم لازم نیست این چیزی که شما میگید رو لازم نیست نشون بدم. من تنها چیزی که باید نشون بدم قابلیت به وجود اومدن سیستم های پیچیده و منظم بدون دخالت هوشه که فرگشت نشون میده. و چون ما این قابلیت رو نشون دادیم، این که شما بیای ادعا بکنی که هر جا پیچیدگی وجود داره و نظم وجود داره باید یک عامل هوشمند پشتش بیاد وجود داشته باشه، این قانون رو نقص میکنه. این قانون نمیتونی شما بهش باور داشته باشید. شما الان نشون دادیم که نه، قابلیت اینو داریم که از یه چیز بدون دخالت هوش برسیم به نظم و پیچیدگی. سوال تعبیر سوالم عوض کنم، آیا فرضیه فرگشت منافات دارد با دخالت اولیه خالق؟ نه، ولی ما الان اینو نشون نمیدیم، ما الان داریم یه چیز دیگر نشون میدیم. ما الان شما ببینید، شما دارین ادعا رو شما دوباره میگین مالی ادعای دیگه. شما ادعایی که الان دارید میکنید اینه، ببینید شما الان دیدید که حرفی که من دارم میزنم تناقض داره با ادعای شما و بعد میخواین به من نشون بدید که با یه ادعای دیگه شما تناقض نداره. شما دارین الان ادعا میکنید بی من دارم نشون میدم یه چیزی نشون میده که بی شما غلطه و شما دارین میگی خب این مشاهده شما نشون نمیده که ای من غلطه. ما ای رو الان نمیگیم، ما داریم بی رو میگیم. شما ادعایی که الان دارید میکنید اینه که سیستم های منظم و پیچیده احتیاج به دخالت عامل هوشمند داره. من دارم نشون میدم که نه، لزوما نداره. مثال زدم برای شما. حالا شما داری یه ادعای دیگر رو داری نشون میدیم که این حرف من اون ادعای دیگه شما رو نقض میکنه. اوکی، من با اون ادعای دیگه شما فعلا کاری ندارم، من با این ادعاتون کار دارم که شما میگی که نه، شما بدون نظم اگه از بی نظمی به نظم برسیم اینجا حتما یه چیز هوشمندی دخالت کرده. من میگم نه خیلی، بیا مثال زدم براتون، دو تا مثال هم زدم براتون. دقت کنید، شما باید یک نشان بدهید که ما یک سیستم پیچیده، یک دستگاه پیچیده، یک وجود پیچیده و دقیقی داریم که
نیازی به دخالت هوش نداشته ولو دخالت اولیه. این فرگشت بله میگوید بقای دخالت ادامه دخالت نیست، اما اثبات نمی کند در ابتدای امر هم دخالت هوشی نبوده است. میگه تحولاتی خودجوش و طبیعی رخ داده است در طول حیات، منتها آیا اون ابتدای اول، اون خام اولی، اون مادی اولیه در او هم هیچ دخالت هوشی نبوده؟ فرگشت ساکت است. نه 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 نه، ببین من چیزی رو که باید نشون بدم قابلیت این هست که یک سیستم نامنظم بدون دخالت هوش منظم بشه. خب من لازم نیستشون اثبات بکنم که این سیستم حتما توش هوشی دخالت نکرده. خب شمایی که دارید ادعا میکنید که برای اینکه از بی‌نظمی و سادگی به پیچیدگی و نظم برسیم لزوماً یک هوشی باید دخالت بکنه، من برای اینکه حرف شما رو نقض بکنم باید نشون بدم که قابلیت این وجود داره که یک هوشی دخالت نکنه. من اگه بتونم از حتی اگه یک هوش اولیه‌ای هم دخالت کرده، من اگه بتونم نشون بدم که نگاه بکنید ما میتونیم نشون بدیم که چجوری بدون دخالت یه هوش از خارج این سیستم از بی‌نظمی به نظم رسیده و باور بهش موجه بکنیم، یعنی نشون بدیم که احتیاجی به دخالت نبوده. الان دیگه وقتی شما میگی که لازم هست که از بی‌نظمی به نظم برسیم، بلکه از بی‌نظمی به نظم برسیم یک هوشی باشه، چون من قابلیت عکسش رو نشون دادم این کافیه. من لازم نیست نشون بدم که هیچ هوشی اینجا نبوده، فقط قابلیتش رو باید بتونم به شما نشون بدم. این قابلیت که هم مقدمه امکان عقلی بود که از او گذار کردیم. بله منم قبول دادم لزوما راه منحصر به آن به این نیست، قابلیت دارد، شکی در اون نیست. بحث ما اینه که در برهان نزد امکانش به زیر سوال نبردیم نبوده خالق را. قابلیت یعنی ممکن وجود است، امکان عقلی دارد، قابلیت که محل بحث نیست. بحث اینه که در صد احتمال چه مقدار است. من میگم نمونه‌ای که شما دارید معرفی می‌کنید در صد احتمال را افزایش نمیده، به دو دلیل. به خاطر یک اندکه، دو سوگیری داره. یعنی به سیستم‌های پیچیده‌ای که شما دارید معرفی می‌کنید، همه سیستم‌های پیچیده‌ای هست که ما انسان‌ها ساختیم، یک و چون اندک نسبت به تمام سیستم‌های پیچیده‌ای هستی، یک. دو سوگیری داره، شما از عمد رفتید همه سیستم‌هایی رو که ما می‌دونیم خالق داره رو جمع‌آوری کردید و اینو دارید یک نمونه آماری نگاه محسوب میکنین که فکر میکنین که رپرزنتیتیو خوبیه، یعنی نمونه خوبیه برای اون کلی که میخواین بهش نتیجه گیری کنین. در صورتی که تمام نمونه‌ای که دارین شما انتخاب میکنین همه شما میدونیم از قبل میدونیم که خالق داره، چون خودمون خلقش کردیم. برای این نمونه آماریتون خوب نیست برای تعمیم کل دادن. خدمت شما اتفاقا این خیلی درصد احتمال بالا میاد با هم به قول شما مقدار اندک. ما میخوایم ببینیم با همین مقدار اندکی که تا حالا دیدیم، البته اندک نسبت به جهان هستی، آیا می توانیم تعمیم بدهیم به کل، به جهان هستی؟ بنده میگم بله. چطور؟ چون وقتی ما در همین مقدار اندکی که ما تجربه کردیم، دیگران تجربه کردن، اندیشمندان ما، دانشمندان ما در همین مقدار اندک و ضعیف دیدن که وقتی میخواهند سیستم پیچیده ایست بسازن، نیاز به دخالت هوش است، ولو دخالت اولیه، ولو دخالت نیاز هست، با همین مقدار اندک قیاس و اولویت شکل میگیرد. حداقل میگوییم پس احتمال اینکه خلقت هوشمندانه باشد درصدش افزایش دارد. نه، آیا متوجه هستین که نمونه آماری شما سوگیری داره؟ شما هم از عمد همه سیستم‌های پیچیده رو انتخاب کردین که ما از اول میدونستیم که اینا خالق هوشمند داشتن؟ نمونه آماری تو خوب نیست؟ نه خدمتش، بله نه، این نمونه سوگیری ندادد. این مقداری که در توان ما هست، اون مقداری که یقین داریم قطعی است در دسترس ما هست، این مقدار است. ما دیگه بیشتر از اون در دسترس ما نیست. با همین مقداری که در دسترس ما هست میخواهیم ببین الان بیشتر دسترس ما هست. ما الان فرگشت در دسترس ما هست که دیدیم که این احتیاجی به خالق هوشمند نداره، منظومه شمسی و خیلی سیستم‌های پیچیده دیگه. حالا بذاریم نویدم، اگه فکر کنم چون اگه منظور من نمی‌فهمی شاید نوید بهتر بتونه توضیح بده. نوید الان مایک باز کنی لطفا. من دو تا بحث داشتم که ازش رد شدیم دیگه. من آی طاهری مایلن که با ما هم گفتگو بکنن یا اینکه نه اگه می‌خواد شما بحث رو ادامه بدید ادامه بدید. ولی خب بحث اول من سر دیفالت پوزیشن بود که ایشون تو ادعای منفی داشتن می‌کردن.
میخوایم برگردیم به اون، ولی این بحث خالق و هوشمند و اینکه نمونه هایی که داریم ازش استفاده میکنیم، اتفاقا شما از تعمیم جزء به کل که دارید میرید دقیقا باید ویژگی های اصلی رو در نظر بگیرید، نه اینکه یه ویژگی کوچیکش در نظر بگیرید و برید برسید به یه جای دیگه. در مورد نظمم تو مقدمه اول که میگید این جهان منظم است و پیچیده هست و اینا، اتفاقا این جهان منظم نیست به نظر من. یعنی من مقدمه اول رو سرش میتونم انگولت بیارم که این جهان منظم نیست. شما یک بخش کوچکی از زمان رو دارید میبینید، چون بیشتر از این رو نمیتونید ببینید، خیلی عمر انسان کمه در کل این هستی، و این بخش کوچک به نظرتون منظم میاد. اون اتفاقی که اولش افتاده رو ندیدید که الان ما میدونیم چیه، اتفاقی که قراره بعدن هم بیفته که اوج بی‌نظمیست رو و اوج آنتروپیست و یک نواخ شدن جهان رو تئوری‌های مختلفی که راجبش هست علم داره حدس میزنه در نظر نمیگیرید، یه بخش کوچکی از یک پازل کلی رو میگیرید میگید ببینید منظمه، در حالی که مثلا یا مثلا میگید ببینید این چشم چقدر دقیقه، چشم هزار تا ایرادم داره، چون چشم شما میبینه چشم دقیقه، کجاش دقیقه، چشم یه عالمه خطا داره، یه عالمه اشتباه میکنه، یه عالمه نقطه کور داره، بدن انسان یه عالمه ایراد داره، کلی از این حیوانات یه عالمه نواقص دارن، نمیدونم پستان دارن، هشتا مهره دارن. تو همین فرگشتی هم که شما به نظرتون خیلی دقیق و مرتب میاد، چون شما بخشهایی از فرگشت دارید میبینید که بقا پیدا کردن. اون بخشهایی که از بین رفتن به خاطر نقص که 99.9% گونه ها هستن رو چرا در نظر نمیگید؟ حالا نقص معنی نداره تو فرگشت ها، تو اصطلاح فرگشت ها سازگار نبودن با محیط و از بین رفتن رو در نظر نمیگید. یک عالمه چیز از بین رفته برای اینکه این گونه هایی که شما میبینید بمونن، یک عالمه سیاره و ستاره و نمیدونم چی از بین رفته برای اینکه منظومه شمسی جاش این شکلی بشه، اون بخشا رو نمیبینید. بعد به این تیکه‌ای که دارید میبینید میگید نظم. بله خدمت شما عرض کنم که دو مطلب شما به نظرم قابل نقده. یکی اینکه فرمودید از تعجب است اینکه نظم و ساختار دقیق رو شما متاسفانه زیر سوال بردید. نمیدونم مثلا در مثال چشم شما توقع دارید باید چشمی که خدا خلق کرده بود ضد گلوله باشد؟ نمیدونم چه توقعی. بله این ساختار به نظر خلاف وجدان است. این قطعا این ساختار جهان هستی دقیق است، شگفت انگیز است. این منافات ندارد که بله عوامل دیگر تأثیر بذارن او را تخریب کند. اینکه بله شما طبق تفسیر شما چشمی دقیق خواهد بود که ضد گلوله باشد، هیچ اینا که به نظرم گفتنی نیست. نه اما اون که فهمیدید چشمی که خطا حداقل نداشته باشه، حداقل در دید خطا نداشته باشه، کما اینکه چشم انسان داره. اما دیگه مثل این که بگوی چشمی که ضد گلوله باشد، اینا که نیستش، این منافاتی با ساختار دقت و ظرافت ندارد. حالا شما میگویید بیشتر دقت کنید، ببخشید بسازم برای زندگی اون رباتم میخوام یک دوربین بگذارم، دوربینی انتخاب میکنم که مختل نکنه کارکرد اون ربات. وقتی هم این کارو کرد، چون ربات رو مثلا وقتی هم میبینم دوربینی که گذاشتم درست کار نمیکنه، داره مختل میکنه کارکردش رو، خب این دوربین رو تغییر میدم به گونه دیگری درستش میکنم، یعنی هی دخالت میکنم توش. خداوند این کار رو حداقل در مورد چشم ما نتونسته بکنه، چون چشم ما خطا داره، به اشتباه میندازه ما رو و مختل میکنه زندگی ما رو یه بخشیشو. احسن. نیا شما از نهایت ادعا کنید که بهتر از خدا هم میتوانستید انجام بدید، اما این منافات نداره که الان ساختار موجود ساختار دقیقی نیست. بله شما صرفا ادعا میکنید که بله بهتر از این هم میشد ساخت. این که بهتر از اون میشد ساخت منافات نداره که اینی که موجود هست دقت در اون و ظرافت در اون به کار نرفته. اتفاقا ظرافتی که در اون به کار رفته بیش از ظرافت هایی که ما انسان ها میسازیم. ببخش متاسفانه صدا نبود، اگر تکرار بشه. برای من بود نوید، فکر کنم برای طاهری مشکل پیش اومد. یه بار دیگه بگو این نکته تو. عرض کردم که ببینید من طراح که میرم ربات طراحی بکنم، میگویم من یا یک ربات رو به درستی طراحی میکنم که کار میکنه به هدفش میرسه، خب یا میگم اگه ببینم اشتباه طراحی کردم یه جایی اختلال داره ایجاد میکنه درستش میکنم، اوکی. اگر یک طراحی ببینم که این کار رو نمیکنه، به درستی کار نمیکنه و اختلال ایجاد شده و این اختلال حل نمیشه، خب احتمال این که
پشت این و چیزی که من دارم میبینم طراحی نباشد و تصادفی باشد رو برای من میبرد بالا. چون اگه طراحی در کار بود، همون به قول اهم که میگید، منی که انسانم میتونم وقتی این کارو بکنم، اون اهمه که خداست، اون به طریق اولا، اون باید به راحتی این کارو میکرده. وقتی نکرده احتمالش رو من میدم که این تصادفی باشد. خیر، چنین احتمالی خدمتشون نیست آقای. دقت بفرمایید، این مقدار قطعی است که الان ساختار جهان هستی بیشتر و بالاتر از ساختار انسان هاست. ساختار این جهان قطعا بیشتره از هر دستگاهی، این که جای شکی یعنی نیست. شما میفرمایید بیشتره چیه؟ بیشتره یعنی چی؟ یعنی اون خدمت مثلا به من یک مثلا ساعت اون دقیق‌تر از ساعتی که انسان ساخته. مثلا همین انسان که خلق کرده بیشتر از رباتی است که الان انسان ها میسازن. چشمی که خلق شده ظرافتش بیشتر از همین دوربین هایی هست که ما اختراع کردیم. چشم ظرافتش از دوربین ها بیشتر است. الان دوربین ها ظرافتشون بیشتر، ولی شما یک ساعت در جهان به من نشون بدی، یک ساعت خب، که به دقت ساعتی که بشر ساخته باشه یه ساعت نشون بدی. همین ذهنی که به این دقت رسیده خودش مخلوق خداست. ما هم ادعا میکنیم این چه ذهنی است که هر چیزی که بشر ساخته کمتر از چیزی است که در طبیعت هست. خب اصلا شما یه ساعت نشون بدید که طبیعت بهتر از بشر ساخته باشه. یه دونه ساعت، یه مثال زدم برای شما. حالا ساعتی که تشبیه باشه مثل همین دقت روز شب تشبیه ندیگه شما ای ندیگه شما ساعت باید به من نشون بدید. همین نکته همینجاست، ظرافت موضوع همینجاست. وقتی شما میگید هر چیزی که در جهان هست بهتر از مصنوعات انسان هست، خب من به شما چیزی در جهان نشون میدم که مصنوع انسانه، خب یک چیزی که مصنوع انسانه به شما نشون میدم که در جهان نمونهش اصلا نمیتوانید پیدا بکنید. این خدا نتونسته بسازه، خدا نتونسته بسازه یا لازم ندیده بسازه. این شما اینا من نمیدونم یا نتونسته. خب دیگه همه بس بالاخره من خب ندیدم. اصلا من ندیدم اصلا. خب بس نمیتوان باز استفاده ادعاتون رو پس بگیرید که هر چیزی در جهان از بهتر از مصنوعات بشر. خیر چطور توضیح میده خدمتشون؟ نهایت ادعا و نتیجه. من یه ساعت گفتم شما نتونستید بیارید، یه چیز آوردم نتونستید. نه هر چیزی که منظور، حالا نه اینکه همه چی جزئیات خدمت شما عرض کنم که حتی کت و شلوار اینا که نیستش، اما خدمت شما دقت بفرمایید که اون نتیجه ادعا شما چی میشود. شما میفرمایید میتوانست این چشم یا ساختار جهان بهتر از اینی که هست باشد. این نتیجهش انکار خالق نیست، نتیجهش نهایت انکار ضعف علم است، ضعف خالق است. نهایت میگه بله در صفات خالق آنگونه که باید عالم نبوده، حکیم نبوده. نهایت اینو شما بگویید، نه اینکه اصل خالق رو زیر سوال ببرید. نه احتمال نبودن خالق من یادیست. من چیزهای بدون خالق در این جهان میبینم، افتاره اونجا خالق نداره، چون من که نمیدونم که خدا هست. من دیفالت پوزیشن وایستادم. یه سنگی میبینم که قیافش عجق و جره، یه سنگ دیگه میبینم قیافش منظمه، یه سنگ دیگه میبینم کنار اون یکی افتاده. خب بعضی از اینا رو میبینم که چقدر یه طرح خاص داره، خب میگم این یکی چقدر منظم. خب وقتی همه اینا رو میبینم میگم احتمالاً اینا تصادفی اینجوری افتادن اینجا. خب چرا؟ چون توشون نمونه های معیوب هست. خب یا اینکه باید اینا بیان منظم بشن، من میگم خب حالا ندیگه، حالا که جاهاشون عوض شد منظم شدن، انگاری یه کسی داره این کارو میکنه. اینجا میگم یه کسی دخالت داره، ولی تا وقتی که عیب توشون هست، عیب اونم از نظر ما ها، خب همونجوری که نظم از نظر ماست، من نمیخوام مغالطه کنم، عیب از نظر ماست، از همین عقلی که ما داریم بهش میگیم عیب. خب از نظر من همونجوری که نظمم از نظر منه باز، خب از نظر من عیب توشون هست، احتمال اینکه این شبیه اون سنگا خود به خود ریخته شده باشه اینجا رو بیشتر از این میدم تا اینکه یه کسی اومده دستکاری کرده، یه جاهایش هم درسته، یه جاهایش هم غلطه، یه جاهایش هم مثلا اشتباه شده، عیب داره. بله، این که منظور از نظم زیبا شناختی که نیست، اون مثال نظم یعنی همون ساختار دقیق و اینا. این عیبه که شما میفهمید، این عیب
نشانه نهایتا ضعف دانش ناظم خواهد بود، نه نفی اصل ناظم و خالق. من نمیتونم شما چطور این نتیجه گیری رو انجام میدید که وجود عیبون دلیل میدانید بس ناظم و خالقی نبوده، نه نهایتا نتیجه بگید که دانشش کم بوده. نه شما مثالت هم اشتباه است. این چشمه برای اینکه بشه چشم، خب یه عالمه چیز در این جهان خراب شد، آخر سر هم شده این چشمی که عیب داره، این اون سنگه که خورد خورد ریخته بالا رفته پایین اومده، خب یه جای یه چیز منظم توش بود، یه چیز دقیق چیده شده رو هم میبینید. خب شما میگید ببین این چیده شده رو هم، پس چرا یه چیز درست کرد؟ من میگم نه بابا، یه عالمه سنگ ریخت، یه عالمه جابجا شد، یه عالمه ترکید، 5 تا سنگ هم افتاد رو هم. شما این 5 تا سنگ رو میخواید بگید یکی چیده؟ شما دارید به من همچی چیزی میگید؟ دقیق بفهمید، ما میخوایم انسان محدودی هستیم، انسان ناقصی هستیم، با همون ابزارهایی که در دست ماست میخوایم ببینیم میتوانیم خدا را بشناسیم، خالق هستی را اثبات کنیم، یعنی با همون ابزارهای موجود و محدودی که در دست ما هست. این که میفرمایید خدمتشون گاهی ایشون میفرماید سوگیری نیست، با همین ابزارهایی که در توان ما هست، در دست ما هست، میخوایم ببینیم میتوان خدا را اثبات کرد، اساسا میتوان اعتقاد به خدا را موجه شمرد یا نه. بنده ادعای بنده این بود که ما وقتی در محدوده خودمون مشاهده میکنیم که ساختن دستگاه های پیچیده نیاز به دخالت هوش داده است، اون مقداری که ما دیدیم و میبینیم در طول تاریخ، در طول حیات انسان ها، ولو دخالت اولیه، ولو مبدأش هوش بوده، انتهاش و ادامهش دخالتی در اون نبوده به حسب ظاهر، وقتی این مقدار ما میبینیم با ابزار تجربی میتونیم اینو تعمیم بدهیم به ساختار قویتر از اون. تعمیم جز به طور نیست. تایری جان من اگه با ابزار تجربی برم مشاهده بکنم که در یک جنگلی تمام خرس‌ها قهوه‌ای هستن، آیا این موجه میکنه این نتیجه گیری رو که تمام خرس‌های هستی، تمام خرس‌های جهان قهوه‌ای هستن؟ مسلماً نه. مرسی جوبین از حمایت شما. خب حالا اگه شما میگید نه، چرا همین حرفو برای مشاهده خودتون میگید؟ خب شما، من الان رفتم نشون دادم که من با ابزار تجربی رفتم مشاهده کردم که همه خرسایی که من دارم مشاهده میکنم قهوه‌ای هستن، و شما این مسلما این تعمیم به کلش غلطه. چرا این تعمیم به کل اینجا آرمین با این کامنت که به تاریخ اولا بقیه جنگل ها که خیلی بزرگترن، خیلی بیشتر خرس دارن، پس اونا حتما همه یه خرساشون رو بگیر هر بارداری میدازه، یه ببینین کوچولوه که ضعیفتره داره، پس بزرگه که حتما داره. حالا این جنگل کوچیکه که شما دیدید خرساش قویه، پس همه یه جنگل ها تو بزرگتر از اینه که حتما داره. میخوام بگم این استقرار تعمیم جزء به کل نیست، تعمیم فرد ضعیف به فرد قوی است. مثلا ما، شما در همون مقدار اندک به تعبیر شما، وقتی مشاهده کردید که دیدید یک سیستم ها، یک وجوداتی پیچیده نیاز به دخالت هوش بوده، اینو می توانید تعمیم بدهید به این معنا، نه که بگید حتما هست، لزوما هست، به این معنا که درصد احتمال زیاد می شود. حتی کوتاه بیام در همون مثال شما، شما واقعا خدمت شما از که کل دنیا رو گشتی و دیدی تعداد زیادی از خرس ها به این شکل بودن، این که خرسای دیگر هم به این شکل باشد انصافا درصد احتمالش بالا می رود. آیا می رود یا نه؟ بله درسته می رود بالا، مثل که اگه شما همه قوایی که دیدی تالا سفید بوده، احتمال می تونیم بدین که همه قوا سفید هستن، احتمالش می بره بالا. ولی الان تو این قیاس مال فارغه، به خاطر اینکه ما سیستم هایی رو مشاهده کردیم، یعنی شما تا وقتی که همه قوایی که تا حالا دیده بودین دیدین همش سفیده، موجهه که باور بکنید که قوا همشون سفیدن، ولی به محضی که اولین قوی رو که میبینید که سیاهه، دیگه این باور کاملا موجه نیست، دیگه از اون به بعد دیگه موجه نیست. برای این ما یک سیستم هم به شما بتونیم نشون بدیم که از یک بدون از عدم نظم رسیده به نظم و لازم نداشته که یه هوشی بیاد توش دخالت بکنه، برای این وقت قابلیت اینو نشون میدیم، یه مثال داریم، دیگه تمام این باور رو به طور کامل میرسه به هم، و ما یه مثال نداریم، ما کلی مثال داریم در برای موضوع. ببخشید شما بنده را متهم فرمودید که به سوگیری دادم نسبت به مقدار اندک، فقط به اون مقدار اندکی که در دسترس ما هست استناد میکنم. شما هم متأسفانه سوگیری دادید، میدید اون
مواردی که محل اختلاف من و شما هست به اونا استناد میکنید. شما هم سودی نداشته باشید. شما اونها اون مثال هایی که شما میزنید منظومه شمسی اینا خودش محل بحث من و شما هست. خودش محل اختلاف هست. که آیا دخالت هوشی از ابتدا آیا واقع بوده یا نبوده. این محل بحث هست. شما محل بحث و به عنوان مقدمه ادعای خودتون قرار ندهید. نه 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 نه، چون که من ببین شما حتی اگه بیام این پیشفرضم بپذیریم که در ابتدا یک هوشی عامل این بوده که من نپذیرفتم، ولی اگه با هم نظر باشیم که از بی‌نظمی، از اون قسمت بی‌نظمی رسید، نه از اون قسمت خلقش، از بی‌نظمی به نظمش دخالت هوشی نبوده، خب شما میاد میگی که نه دیگه اونجا هم دخالت هوش بوده، بخاطر اینکه من دارم میام میگم دام کنم یه هوش اینو آفریده. حتی اگر این هم باور بکنیم، هم من هم شما داریم میبینیم که یک سیستم از بی‌نظمی به نظم رسیده بدون نیاز به دخالت هوش. ما اینو تو تمام سیستمای پیچیده ی حیات داریم میبینیم، توی کهکشان‌ها و منظومه شمسی هم اینو داریم میبینیم. شما نمیتونی بیا به ادعا بکنی که چون من دارم ادعا میکنم که میتواند اول این سیستم یه خالق هوشمندی وجود داشته باشد، پس این نشون نمیده که ما از بی‌نظمی به نظم میرسیم بدون دخالت هوش، چون که این هوش اولیه شما الان توی این سیستم، الان توی این جریان از بی‌نظمی به نظم رسیدن داریم نشون میدیم که دخالتی نداره، همش قابل توجیهه. حالا یه موضوع دیگه هم اگه بشه من واردش بشم، من الان یه ادعا میکنم که الان بار اثبات اصلا بذارم رو دوش خودم. خب من یه قدم میرم جلو، من میام الان برای شما میخوام میتونم استدلال بیارم که به احتمال نزدیک به یقین ما بدون هوش به نظم مشاهده خواهیم کرد. میخوام اینو نشونتون بدم، بدون هیچ هوش، دخالت هیچ هوشی، ولو دخالت اولیه، ولو دخالت اولیه. آره، چون که دخالت اولیه اینجا هیچ ربطی نداره. مرسی جوب این از حمایت دوباره شما. ولو دخالت اولیه، یعنی من ببین، من اگه چون هر سیستمی رو بخوام بیام طراحی بکنم، چون من دارم طراحیش میکنم، شما میاد میگین دخالت اولیه من باعث اون نظمه شده، در صورتی که من چیزی رو که دارم نشون میدم چون از اون قسمت بی نظمیش به نظمش من دخالت نکردم، اون طراحی اولیش هم اگه حتی تصادفی هم باشه دوباره به این نتیجه میرسه، چون من میتونستم یک سیستم راندومی بیاد اون قوانین رو تعیین بکنه. من میتونم بیام بگم فلان قوانین رو برای سیستممون تعیین بکنیم، بعد بذاریم کار خودش انجام بده، بعد ببینیم یه نظمی ازش در اومد. میگه خب ولی تو بودی که قوانین اولیه رو تعیین کردی. باشه، ولی من چون هیچ دخالتی تو تشکیل اون نظم نداشتم، اون قوانین ابتدایی رو هر چیز دیگه ای هم انتخاب میکرد، بازم از بی‌نظمی به نظم میرسید، مخصوصا وقتی که به نظم رسیده که اصلا مد نظر من نبود، مثلا حواس نمیخواستم به اون نظم برسه، من خواستم ببینم چی میشه. نه این ادعا ثابت نمیکنه. شما باید اثبات کنی حتی هیچ نوع دخالتی نبوده، ولو در مراحل ساده، ولو در اون مرحله ساده حتی دخالت ساده ای هم نبوده، دخالت ساده هوش. شما باید اینو اثبات کنید، اینکه در ادامه دخالت دائمی نبوده، نظارت دائمی نبوده. این خب ببینید، این برهان نظم زیر سوال نمیبره. این شبیه کلکه، یه جور مصادره مطلوبه، چون که شما هر مثالی که ما بخوایم بیان بزنیم که نشون بده که قابلیت این رو داریم که از بی نظمی به نظم برسیم، شما پیشفرض رو قرار دادی که خب اینجا یه خالقی وجود داره و میاد میگی که خب این مثال رو من میتونم شما از من بگیرید. یعنی تمام مثال هایی که وجود داره برای اینکه بتونیم نشون بدیم که از بی نظمی میشه به نظم رسید، شما با پیشفرض اینکه خب اونهایی رو که ما نمیتونیم نشون بدیم که یه هوشی پشتش نیست، ما داریم فرض میکنیم که میتونه یه هوشی پشتش باشه، بر همین همه مثالا رو دارید از ما میگیرید. یعنی شما یک ادعای ابطال ناپذیر دارید میکنید. شما برای اینکه یه ادعای، شما میخواید ما بیایم نشون بدیم که اصلا هیچ هوشی از ابتدای هستی نبوده، حتی اگه بتونیم بیایم به شما نشون بدیم هر سیستمی از یک بی‌نظمی به نظم رسیده بدون دخالت هوشمندانه به این رسیده، چون شما یه ادعای ابطال ناپذیری دارید که اول هستی یک هوشی بوده، تمام این مثالا رو میخواین حذف بکنید فقط با قابلیت داشتن یک ادعای ابطال ناپذیری که حتی دخالت هم در این سیستم ها نکرده.
یعنی بدون اون ادعای ابطال ناپذیره رو اونجا گذاشتیم و چون ابطال ناپذیره اصلا قابل دسترسی برای هیچ کدوم از ما نیست، اونجا هم نشسته هیچ کسی هم که نمیتونه کاریش بکنه و ما با حتی با نشون دادن وجود اومدن نظم از بی‌نظمی بدون هوش اون بالا اون ادعای ابطال ناپذیره تو نشسته میگین این هیچ کدوم از این مثالا موجه نیست. خب این یه کلکه. نه کلک نیست انصافا، این شما در واقع سوگیری میکنید. نکن شما نهایت میخواد بگید بخش ما شواهدی داریم که بخشی از پیچیدگی نیازی به دخالت هوش نداشته. این برهان و نظم و زیرسوال نمیده، این که شما نهایتاً به اثبات کنید بخشی از پیچیدگی نیاز به دخالت هوش نداشته، این فایده نداره. شما باید اثبات کنید از ابتدای مراحل اولیه هوشی دخ نبوده. اگه شما میخوای یه ادعای ابطال ناپذیر اون بالا بذارید، خب منم یه ادعای ابطال ناپذیر اون بالا میذارم. خب من دارم درباره یک انرژی نامنظم الان میام ادعا میکنم. خب یک نیروی نامنظم آشوبگری در همه ابتدای هستی بوده که هر هوشی رو اگر بخواد حتی به وجود بیاد، وجودم داشته باشه، رو از بین میبره. من الان میام این ادعا رو میکنم، یک نیروی مخرب به قدرتمندترین نیروی جهانه که در ابتدای هستی بوده و اگه قرار بوده هوشی هم وجود داشته باشه، این نیروی که من دارم، انرژی که من دارم ادعا میکنم که بوده، اون هوش رو سریع میبلیده، اصلا قبل از اینکه بتونه وجود داشته باشه رو میبله. و من این ادعا رو میکنم و من به شما میگم خب پس چون این ادعا رو دارم، من نمیتونم اثبات بکنم وجود داره ها، ولی شما هم نمیتونید اثبات بکنید که این نیروی ابتدایی من نمیتونید نشون بدید که وجود نداشته. ولی شما اگه بخوای بیاد بگی که اول از اون اول یک خالق هوشمند بوده، من میگم نه، نمیتونسته وجود داشته باشه. چرا؟ چون این انرژی آشوبگر مخرب من سریع اون نیروی هوشمند رو از بین میبرده. پس شما اگه میخوای ادعا بکنی که این هوش از اول وجود داشته و دخالت هم نکرده در جهان ولی باعث شروع همه چی شده، اول باید اثبات بکنی که این نیروی من، انرژی آشوبگر نامنظم مخرب من، شما باید اول بیا اثبات بکنید که این وجود نداشته که ما بتونیم بپذیریم ادعای شما رو. میتونی اثبات بکنی شما آقای تایری جان که این نیروی من وجود نداشته؟ خدمت شما کنم که نه. فور. اوکی. خیلی خوب. پس ول کنیم دیگه. پس این هوش اولیه رو ول کنیم. چون این هوش اولیه رو ول کنیم بیایم بریم سر این، برگردیم سر این که من نشون دادم به شما که داریم از بی‌نظمی به نظم رسیدن بدون دخالت یه هوش، ما این قابلیت رو نشون دادیم. شما هم نیاد بیاد بگی که نه من میتونم ادعا بکنم که یه هوش اینو شروع کرده. خب منم میتونم بیام ادعا بکنم که نه، این هوش قابلیت وجود از اول نداشته. منم این ادعا رو میتونم بکنم. نکنید بحث اینه بحث این است که درصد احتمال کدوم طرف بیشتر است. نکنید ما یه ابزار طبق اون ابزارهایی که در دست ما هست محدود است، به قول شما اندک است، با همین ابزارهای موجود میخوایم ببینیم ماوراء طبیعتی هست خارج از این جهان هستی چیزی هست یا نیست، با همین ابزارهای موجود ولو به تعبیر شما اندک. بنده میگم خدمتش طبق تجربه، طبق مشاهدات میدانی دیدیم که ساخت یک سیستم پیچیده نیاز به دخالت هوش داشته ولو در ابتدای کار، ولو در مراحل ساده، در مدار اولیه. شما میخواید مثال هایی بزنید که بله ما داریم مثال هایی که بخشی از پیچیدگی نیاز به دخالت هوش نداشته، اما ابتدایی کار نه، شما ممکن نیستید. ابتدایی کار یک دخالت ساده ای بوده، یک دخالت اولی بوده، ولی پیچیدگی های بعدی که چه بسا خیلی بیشتر بوده، ساختارش دقیقه بوده، نیازی به دخالت نداشته. باش بیا مثال بزنیم. خب اگه ما بی نهایت تایپ رایتر، ماشینی که تایپ میکنه، خب داشته باشیم که به طور کاملا راندوم این کیبورد دکمه های روی این تایپ رایتر ها، دکمه های روی این کیبورد ها داره زده میشه کاملا راندوم و بی نهایت کیبورد داریم و بی نهایت سیستم های راندوم داره این دکمه های کیبورد رو میزنه و روی صفحه هم داره هر چیزی که روی این کیبورد ها داریم میزنیم روی صفحه داره نوشته میشه. آیا شما توی همچین، اگه همچین سیستمی داشته باشیم، فکر کنید یه دنیایی هست که بی نهایت کیبورد داره، روی این صفحه ها همش هم چیزای راندوم داره نوشته میشه دیگه، احتمالی که اگه تعداد این کیبورد ها بی نهایت باشه، احتمال این که روی صفحه یکی از این کیبورد ها شاهنامه نوشته بشه یا حافظ نوشته بشه چقدر به نظر شما؟
کمه کمه افشین جان مرسی از حمایت شما. چرا کمه؟ من دارم میگم بی نهایت کیبورد وجود داره، یکی فقط کافی یکی از اینا بشه حافظ. احتمالش چقدره؟ احتمالش 100%. شما اگه بی نهایت کیبورد داشته باشی که یکی از اینا بالاخره حافظ میشه دیگه، نمیشه؟ یه شعر حافظ میشه بی نهایت تا کیبورد. نه 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 چرا 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 بی نهایت؟ اگه بله بی نهایت بله حتما باید بشه، باید بله. علاقه بشه دیگه بی نهایت. دقیقا ما اگه بی نهایت کیبورد داشته باشیم و راندوم روی این کیبورد ها بزنیم، در نهایت یکی از این کیبورد ها به ما حافظ رو میده. خب حالا ما چند تا جهان داریم به نظر شما؟ چند تا یونیورس داریم؟ جهانی که در دست ما هست همینه دیگه، یک جهان دیگه، همین که الان میبینیم. بعد این شما میدونی که آیا جهان های دیگه هم وجود داره یا نه؟ محتمل هست، محتمل است. ممکنه که بر اساس تئوری مولتیورس تئوری مثلا ما بی‌نهایت جهان داشته باشیم. شاید، نمی‌دونم. اوکی. اگه ما بی‌نهایت جهان داشته باشیم، اون وقت احتمال این که نظم‌های پیچیده توی بعضی از این جهان‌ها در یه گوشه‌اش پیش بیاد چقدر میشه؟ اگه بی‌نهایت جهان داشته باشیم. مثل شاهنامه میشه. میشه 100% میشه. میشه نه نه بالا میره یا اینکه میشه 100%؟ نه 100% منطقی ریاضی که نمیشه. چرا دیگه؟ شما گفت همون شما وقتی گفتیم که اگه بی نهایت تا کیبورد داشته باشیم که به طور کاملا رندوم روی این کیبورد ها داریم میزنیم، به احتمال 100% یکی شاهنامه میشه و به احتمال 100% هم یکی حافظ میشه. ما اگه بی نهایت جهان داشته باشیم، خب احتمال این که در گوشه بعضی از این جهان ها یک نظم های بسیار پیچیده ای به وجود خواهد آمد، این میشه 100%. احتمالش میشه 100%. همراه بشیم به حالا. بله. دقت بفرمایید، شما نقد و رها کردی، استناد میکنی به نسیه. آقای آلمین، شما ادعا میکنی علم ثابت کرده است که این جهان هستی، این منظومه آشوب بوده، جدا بوده. این کدوم علمی اثبات کرده؟ همش تخمینات است و حدسیات. شما مطمئن نیست که این جونه بوده؟ از کجا معلوم این ساختار دقیقی داشته؟ بله یک سری زوائد بوده، هست شده اینا در طول مسیر، در طول قانون علیت، قانون همون فرگشت گفتم منافاتی نداده. گاهی یک عامل دیگر رو خونسا میکنه، از بین میبره. اینکه شما اثبات بکنید، شما ادعا فرمودید از ابتدا آشوب و تصادفی بوده، این به چه دلیل؟ علم از کجا این اثبات کرده است که شما به راحتی چنین ادعایی دارید؟ طاهر جان علم اثبات نمیکنه. فکر کردم از همون اول برنامه فرق بین اثبات کردن و موجه کردن یه باور رو دربارش صحبت کردیم. شما از من میپرسید شما از کجا مطمئنی؟ من کجای ادعای اطمینان کردم؟ ما داریم شما خودتون دارین میگین درباره احتمالات زیاد صحبت میکنیم، احتمالات در حدی زیاد هستن که باور به یه چیزو موجه میکنه. ما در دنیای علم، در دنیای علم تجربی اصلا درباره اطمینان و اثبات صحبت نمیکنیم. ما درباره احتمالات و در حدی که باور به یه چیزو موجه میکنه صحبت میکنیم. منم الان در چیزایی که درباره منظومه شمسی گفتم، انقدر احتمالات نزدیک به یقین هست، خود یقین که نیستن. ما الان درباره اینکه تاریخچه منظومه شمسی چیه انقدر مدارک و شواهد داریم که احتمالات این تئوری ها رو به حدی بالا برده که باور بهش رو موجه میکنه. حالا میخوام بریم توی همون که همون بفرمایید. ببخشید دیلی داره. من موجه نیست همینا، من میگم موجه نیست که همین اعتقاد موجه نیست که به شما میگید بله یک حسیاتی هست، یک چیزی های این. No God please no 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 no. ممنون از شما، خیلی ممنون که صبر داشتین که و خیلی من میخوام از شما تشکر بکنم که میایید با کسانی که با شما اختلاف نظر دارن صحبت میکنید. این واقعا عالیه. چیزی که الان ما بیشتر از همیشه بهش احتیاج داریم این قابلیته. این حتی مهمتر از اینه که به نظر من، البته این که مهمتر از این هست که نظرهای همدیگر رو بپذیریم. یعنی همین که حتی اگه هیچ کدوم از کسایی که با من هم نظرن، من جمله خود من، قانع نشیم با حرفای طاهری و حتی اگه طاهری با حرفای ما قانع نشه و هیچ کدوم از کسایی که با آقای طاهری، با طاهری جان هم نظر هستن، قانع نشن با حرفای ما، همین که میایم تبلیغ میکنیم و نشون میدیم که میتونیم با هم صحبت بکنیم، حتی با این اختلاف نظر شدیدی که هم با هم داریم، این تمرین به نظر من خیلی مهمه که قابلیت همزیستی با هم رو در جامعه افزایش بدیم.
برای همین من از تایریجا میخوام تشکر بکنم که این قابلیت رو دارن که با کسایی که انقدر مخالفشون هستن میان اینجوری دوستانه صحبت میکنن. بچه روی یوتیوب اگه دارید نگاه میکنید بدون لایک لطفا نرید. من نمیدونم، خیلی درخواست خیلی سختی نیست، باور کنید من امتحان کردم، رفتم دیدم بعضیاتون لایک نمیکنید، برای همین رفتم دیدم شاید واقعا این کار خیلی سختیه، خیلی زحمت داره، دست آدم خسته میشه، برای همین رفتم چند تا ویدیو لایک کردم، دیدم نه واقعا به نظر نمیشه کار سختی نیست. نمیدونم چرا بعضی لایک نمیکنن، فقط یه ثانیه بیشتر وقت نمیبره. اینا الان 3 ساعت نشستیم اینجا صحبت کردیم، شما یه ثانیه میتونید وقت بذارید یه لایک بکنید. بعدم رفتم کامنت هم گذاشتم زیر ویدیو، اونم دیدم خیلی کار سختی نیست. حالا یه ذره سخت‌تر از لایک کردنه، ولی اونم کار سختی نبود. میتونید حتی یه ایموجی فقط بذارید، اونم امتحان کردم، کار راحتی بود. لطفاً بعد از اینکه برنامه تماشا روی یوتیوب وقت بذارید یه کامنتی هم بذارید. ممنون از همتون بچه‌ها. من برم دیگه، فعلا ابلیس یارو نگهدار همه شما. مسلمان هم ناراحت نشن من میگم ابلیس یارو نگهدار همه شما، این شوخیه. اوکی، ابلیس یارو نگهدار همه شما فعلا. اگه میخواهید بیاید با من صحبت بکنین توی برنامه، یه لینک زیر همین ویدیو هست به اسم درخواست صحبت با آرمین نوابی که میتونین از این لینک استفاده بکنین که بیاین یه روز و ساعت رو مشخص بکنیم که با هم در یک برنامه صحبت بکنیم، کاملا دوستانه و بدون توهین و بدون پرخاش میتونیم یک برنامه دوستانه با هم داشته باشیم. شما قبل از برنامه فقط حساسیت‌های خودتون رو به من بگید و من حتما در طول برنامه رعایت میکنم. اگه برنامه‌های دیگه منم دیده باشین که با مسلمان‌ها مناظره دارم، می‌بینی که همه شرایطی رو که اونها از من می‌خواستن قبل از برنامه پذیرفتم و باهاشون همونجوری صحبت کردم که براشون تو برنامه راحت بود. کلاً توی برنامه من کاری انجام میدم که شما احساس راحتی بکنید، احساس آرامش بکنید و در طول برنامه هم اگه حرفی زدم که اذیتتون میکرد یا اینکه نفع برنامه جوری بود که شما راضی نبودید، حتما اگه اینو به من بگید، من سعی میکنم که نفع صحبتم عوض بکنم که شما در طول برنامه اذیت نشید. و برای همین اگه کسی هستی که دوست دارید بیاید با من مناظره انجام بدید، از این لینک که زیر ویدیو هست استفاده کنید و بیاین با هم یه بحث جالبی رو داشته باشیم. ممنون، فعلا.